سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان گرامی در هر کجای دنیا که هستید، خصوصا ایران عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. در گفتار دیگری امشب خدمتتون هستم، البته به شب ایران. عنوان بحث هست طیف‌های جدید اسلامی در ایران معاصر، تندروها، نوسنتی‌ها و تجدید نظر طلبان دینی. ضمن تبریک عید سعید مبعث پیامبر رحمت حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم خدمت همه مسلمانان و حقجویان، بحثی را که در این جلسه ارائه می کنم قبلا در دو محفل بسته کتبا و شفاهن مطرح کردم. خلاصه آن را در انتهای مکتوب سخنی با مشایخ شهر در تاریخ 4 بهمن 1400 در محفل واتساپی دوستان فهیم در حوزه علمی قم و تفصیل آن در جلسه ماهانه محفل نواندیشان دینی با عنوان نواندیشه دینی و تجدید نظر طلبی، تأملی در اقلیم اندیشه دینی در ایران معاصر 9 بهمن 1400. با توجه به نظرات و انتقادات دوستان، ویرایش دوم این بحث با پیرایش و اضافات فراوان در این جلسه بیاره خدا مطرح می شود. از هر دو محفل فکری سپاسگزارم و از انتقادات و پیشنهادات اهل نظر استقبال می کنم. گفتار این جلسه من شامل 5 بحث به این شرح است. مختصری درباره بعثت، طرح بحث، ضرورت بحث، فصول ممیزه طیف‌های 5 گانه و تأملاتی در نسبت نواندیشی و تجدید نظر طلبی دینی. اما بحث اول، مختصری درباره بعثت. 3 نکته کوتاه درباره تاریخ میلاد، تاریخ وفات و تاریخ بعثت رسول خدا حضرت محمد صلوات الله علیه و آله رو خدمتتون ارائه میکنم. هر 3 مطلب رو قبلا به شکل مجزا منتشر کردم، اما دیدم کنار هم قرار گرفتن اونها برای ما مسلمانان میتونه مفید باشه. پیامبر رحمت بنا بر قول اصح در 12 ربیع الاول متولد شده است، نه در 17 ربیع. این نظر اکثر اهل سنت و حداقل 12 نفر از افاضل علمای امامیه است، از جمله کلینی، صدوق و شهید ثانی. یعنی اینها هم 12 ربیع رو میلاد پیامبر میدونن. تعیین 17 ربیع الاول از تأسیسات شیخ مفید و شیخ طوسی برای ساختن هویت متمایز از اهل سنت برای شیعیان صورت گرفته و به تدریج به قول مشهور تشیع تبدیل شده است و به تقویم جمهوری اسلامی هم البته راه یافته است. خب این بحث رو من در مقاله به نام روز میلاد پیامبر، بازگشت به رأی متقدم تشیع، در آبان 98 منتشر کردم. اما در مورد تاریخ وفات پیامبر، حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه و آله آخرین پیامبر خدا بنابر قول صحیح‌تر در 2 ربیع الاول سال 11 هجری از دنیا رفته است، نه 28 صفر. تاریخ یعقوبی و محدث قومی، همون محدث قومی صاحب مفاتیح، در منتهی الآمال بر همین باورند. 28 صفر مختار شیخ مفید در ارشاد و شیخ طوسی در تهذیب است. متاسفانه قول 28 صفر هیچ مستند روایی ولو ضعیف ندارد. این قول ضعیف هم در تقویم جمهوری اسلامی راه پیدا کرده. این نکته را در آخرین روزهای پیامبر در بخش اول در 5 دی 96 منتشر کرد. اما در مورد بعثت که موضوع این بحث نزدیکتر هست، نزول قرآن در شب قدر
در ماه رمضان سال اول بعثت، یعنی 13 سال قبل از هجرت آغاز شده است، نه اینکه تمام قرآن در چنین شبی نازل شده باشد. مورخان بعثت را به سه معنا به کار بردند. این سه احتمال. احتمال اول، نزول اولین وحی قرآنی به پیامبر به این معنا که همزمان با اولین وحی قرآنی حضرت محمد پیامبر شده باشد. احتمال دوم، اعطای نبوت با وحی غیر قرآنی قبل از نزول قرآن، به این معنا که جبرئیل پیامبر را در این زمان آگاه می کند که پیامبر شده است بدون آیه قرآن، اما وحی قرآنی مدتی بعد صورت می گیرد. احتمال سوم، مبعوث شدن و مأموریت علنی کردن دعوت، به این معنا که بعثت زمان نخستین وحی قرآنی و زمان انتساب به نبوت نبوده، بلکه زمان علنی شدن مأموریت تبلیغ به اسلام بوده که 3 سال بعد از انتساب به نبوت صورت گرفته است. کدام یک از این 3 احتمال اصح و اقواست؟ هر یک از این احتمالات معیداتی دارد و به شکل قطعی نمیتوان یکی را قول صحیح و دو احتمال دیگر را کلن باطل دانست. از زمان شیخ الطائفه طوسی، مختار ایشان 27 رجب به عنوان قول رسمی شیعه در مورد مبعث در آمده است و در ایران هم این روز عید و تعطیل رسمی شده است. بزرگداشت یک روز به نام مبعث پیامبر بیشک کار خوبی است، اما به لحاظ علمی من احتمال اول در مورد مبعث را اقوا و در نتیجه متمایل به این قول هستم که شب قدر و مبعث همزمان در ماه رمضان، ماه مبارک رمضان اتفاق افتاده است، یعنی بعثت پیامبر یا شروع پیامبری با وحی قرآنی در ماه رمضان و شب قدر بوده است. این مسئله را هم در بحث شب قدر در آینه قرآن و سنت معتبر در اردیبهشت 1400 مطرح کرده بودم. خب حالا ممکن از من بپرسید شما که خودت به شب قدر رو مبعث میدونی، پس چرا الان داری تبریک میگی؟ در هر حال عید سعید مبعث پیامبر رحمت حضرت محمد ابن عبدالله را چه در شب قدر چه در 27 رجب تبریک عرض میکنم. مهم این است که به یاد پیامبر باشیم و به تعالیم ایشان در نظر و عمل اقتدا کنیم. خب من این بحث رو البته میتونم با تفصیل بیشتری مطرح کنم، اما چون نکات دیگری دارم اجازه بدید این رو به همینجا خاتمه بدم که عرض ارادتی به محضر پیامبر کرده باشم. حالا میخوام در مورد دین پیامبر صحبت بکنم. فکر میکنم بهتره بیشتر از این که ما به تجلیل و تعارفات و تکراریات بپردازیم، بریم سر مباحث مهمتر در مورد محتوای رسالت پیامبر، اون هم در زمان ما. بحث دوم، طرح بحث. در این گفتار بنا دارم به بررسی وضعیت گرایش‌های اسلامی در ایران معاصر بپردازم. عادت همیشگی من این بوده که در مناسبت‌های دینی به جای تکرار مکررات و پرداختن به امور تذکری و بزرگ داشت‌ها، نکته تازه معرفتی در حد مقدور ارائه کنم. به نظرم اینکه پیروان پیامبر خدا در ایران معاصر چه نسبتی با تعالیم او دارند، بحثی مرتبط با محتوای مبعث باشد. قلمرو بحث من به لحاظ جغرافیایی در این جلسه ایران است. به کشورهای دیگر شیعی کاری ندارم. و به لحاظ تاریخی پس از انقلاب بهمن 1357، مراد از صفت اسلامی در عنوان بحث به موسع‌ترین معنای ممکن است، یعنی کسانی که خود را مسلمان می‌دانند بدون هیچ قید اضافی، یعنی این که حالا هیچ قید اضافی نداره، در قلبشون چه می‌گذرد یا عملشون چگونه است یا لازمه آرایشون چیست، به اینا هیچ کدوم من کاری ندارم. به معنای دقیق‌تر، بحث در گرایش‌های مسلمانان در ایران معاصر است. آنچه مسلمانان ایران معاصر اسلام معرفی می‌کنند. من
از واژه طیف به جای دسته استفاده کردم. نگفتم صف بندی یا دسته بندی، گفتم طیف های جدید در ایران معاصر. طیف یعنی در هر دسته ممیزات هنوز نهادینه نشده و شدت و ضعف دارد. افراد هر طیف لزوماً عین هم فکر نمی کنند، اما در اصول و ممیزات بسیار به هم نزدیک هستند، در حدی که می توان آنها را از یک طیف دانست، اگرچه فعلا به دسته تبدیل نشدند. غالب آنها برخی مثل مثلا گروه اول یا حالا گروه بنیادگرا، اینها رو میتونم دستم بگم، اما بقیه بیشتر طیف هستند. عنوان اولیه بحث صفبندی های جدید در گرایش های اسلامی ایران معاصر بود، آن را کوتاه‌تر کردم، شد همین طیف های جدید در جدید اسلامی در ایران معاصر. به هر حال بحث در صفبندی های جدید مسلمانان در ایران معاصر است. مدت ها گرایش های فکری اسلامی به دو رویکرد عمده سنتی و نوگرا با عناوین مختلف تقسیم می شدند. نوگرایان غالباً روشنفکران دینی خوانده می شدند. محصولات حوزه های علمیه و قائلان به آن سنتی محسوب می شدند و مسلمانان تحصیل کرده در غرب به آنها روشنفکر دینی می گفتند. نمایندگان شاخص این دو رویکرد قبل از انقلاب را که موضوع بحث من نیست میتوان این گونه معرفی کرد. آقای سید محمد حسین طباطبایی صاحب المیزان که من گفتارهای متعددی به شخصیت ایشون پرداختم، ایشون نماینده تفکر سنتی البته با گرایش عقلانی، و آقای سید حسین بروجردی همون مرحوم بروجردی بزرگ با گرایش فقهی. میتونیم بگیم این دو نماینده تفکر سنتی قبل از انقلاب بودن، یکیش عقلی یکیش نقلی. مرتضی مطهری پرکارترین متفکر این دوره، متفکری سنتی است که تمایلات نواندیشانه او در کتابهای مسئله حجاب یا علل گرایش مادیگری قابل انکار نیست. ولی من تو اون دوره این تقسیم بندی نوگرا و امثال هم رو به کار نمیبرم، ولی میخوام بگم اینها بود ریشه هاش وجود داشت. از آن سو مهندس مهدی بازرگان و دکتر علی شریعتی شاخصترین نمایندگان روشنفکری آن دوره محسوب میشوند قبل از انقلاب، که هر دو با مکتوبات و گفتارهای خود سهم به سزایی در گرایش به اسلام در محیطهای دانشگاهی و میان تحصیل کردگان ایفا کردند. رحمت خدا بر همه اونها باد، از سنتی و نوگرا. تقسیم بندی سنتی و نوگرا دیگر قدیمی شده است. تجربه جمهوری اسلامی به صف بندی های جدید و ظهور طیف های تازه در هر دو رویکرد سنتی و نوگرا انجامیده است. ورود اسلام حکومتی به عرصه و استقرار حکومت دینی معادلات را از هر دو سو برهم زده است. البته استقرار جمهوری اسلامی تنها عامل نبوده، اما مطمئناً مهمترین عامل این صفبندی های جدید در ایران محسوب می شود. حالا عوامل دیگه هم آشنایی بیشتر با مدرنیته و مانند اوناست. از بطن رویکرد مسلمانان سنتی دو طیف مسلمانان تندرو و مسلمانان نو سنتی در آمده است. پس این که قبلا فقط سنتی بود حالا شده سه تا. و زهدان رویکرد مسلمانان نواندیش، طیف مسلمانان تجدید نظر طلب متولد شده است. یعنی قبلا فقط مثلا روشن فکر دینی بود داشتیم، حالا دو تا شدند، یکی نواندیش دینی و دیگری تجدید نظر طلب های دینی، هر دو هم البته مسلمان. در ایران معاصر به جای دو جریان اکنون با پنج جریان متفاوت به این شهر مواجهیم. طیف اول مسلمانان سنتی یا محافظه کار. طیف دوم مسلمانان نو سنتی یا نو اندیشان محافظه کار. طیف سوم مسلمانان تندرو یا بنیادگرا.
با اصولگرای سیاسی اشتباه نکنید. این جلسه من هیچ کاری به مسائل سیاسی ندارم. منظور بنیادگرای دینی است به تعریفی که خواهم گفت. طیف چهارم مسلمانان نواندیش. طیف پنجم مسلمانان تجد نظر طلب. اسامی چندان مهم نیستند. مهم شاخصهای هر یک از این طیف ها هستند. اجمالاً طیف سوم یعنی مسلمانان تندرو یا بنیادگرا همان اسلام حکومتی و انقلابی است. و طیف پنجم یعنی مسلمانان تجد نظر طلب عنوان تازه است که در این گفتار وارد ادبیات ایران معاصر می شود. خب این بحث دوم من که طرح بحث. اما بحث سوم ضرورت بحث. خب ممکنه بپرسید این همه مسائل سیاسی بین المللی و منطقه‌ای و کشوری مطرحه، حالا بحث قحطی بوده تو رفتی سراغ این مباحث؟ به نظرم این بحث برای کسی که میخواد در تفکر دینی نفس بکشه از هر بحث سیاسی دیگری مهمتر است. به سه پرسش مقدماتی اینجا باید پاسخ داد. این سه پرسش هم مطرح میکن. همه اینها تو اعلان جلسه بوده پرسش ها. جوابش اینجاست. یکی اینکه چه ضرورت یا ضرورت‌هایی باعث این صف‌بندی‌های جدید شده است. دیگر اینکه متمایز کردن صفوف چه فواید و ضرورت‌ها و بی توجهی به این صف‌بندی‌ها چه زیان‌ها و مضراتی دارد. و بالاخره تمایز صفوف و طیف‌ها چه نسبتی با اتحاد و وحدت اسلامی دارد. این عادتاً تو ذهن هر کسی میاد. برخی اصلا با خود منم صحبت کردن. آقای حرفا که تو میزنی باعث شکسته شدن وحدت میشه و ما الان نیاز به وحدت داریم. حالا چه به لحاظ سیاسی آقایون مطرح میکنن یا به لحاظ های دیگه. خب من میخوام به اینا به تفصیل جواب بدم. اما پاساش در مورد اولی پرسش نخست. قبلا به تجربه جمهوری اسلامی به عنوان عامل اصلی این صف‌بندی های جدید اشاره کردم. مسلمان ایرانی پیاده شدن احکام اسلام را در عمل تجربه کرد. جمهوری اسلامی به آزمایشگاه بزرگی برای آزمون ادعاهای اجتماعی و سیاسی اسلام انقلابی و سیاسی تبدیل شد. خب چون من خودم مال این نسل هستم، یادم هست که دهه 50 ما چه ادعاهای بزرگی داشتیم. خب اون ادعاها منم اونها رو باور داشتم. جوانی بودم، حالا 17-18 ساله، کمتر بیشتر همون حدود. من هم حرفای مثلا فرض کنید سید محمد باقر صدر بود، همین آقای مطهری بود یا دیگران وقتی میزدند باور میکردیم یا آقای خمینی. تجربه جمهوری اسلامی به آزمایشگاه بزرگی برای آزمون ادعاهای اجتماعی و سیاسی اسلام انقلابی و سیاسی تبدیل شد. فراز و فرود حکومت دینی با تحولات فکری در هر دو دسته سنتی و نواندیش نسبت مستقیم دارد. خیلی چیز مهمیه. یعنی اگر ما این تحولات سیاسی اجتماعی رو در نظر نگیریم متوجه تحولات اندیشه دینی در ایران معاصر نمیشه. اینکه تو مباحث 10-15 سال اخیر من بیشتر به مباحث میتونم بگم که جامعه شناسی فکر دینی توجه میکنم و هنوز برخی از دوستان حوزوی و حتی دانشگاهی من میگن مباحث به درد نخوریه، به چه دردی میخوره. میخوام بگم که شما اگر اینها رو در نظر نگیرید و صرفا سراغ متن برید و بخواد با تحلیل متن و گفته های علما حرفاتون رو پیش ببرید، به همین مشکلاتی میرسیم که الان رسید. در آغاز جمهوری اسلامی، اسلام سنتی متهم به ناتوانی شد. خب اون وقت هم اسلام سنتی مثلا سمبولش شورای نگهبان بود، فقهای شورای نگهبان بود. و بعد آقای خمینی نماینده اسلام انقلابی بودن، می آمدن مشکلات را حل می کردن که بعد شد مجمع تشخیص و امثال. اسلام حکومتی و انقلابی نسخه شفابخش خود را ارائه کرد. حکم حکومتی و مصلحت نظام به عنوان اکسیری برای حل همه مشکلات. من دقیقا اون دهه 60 را الان جلو چشمم داره رژه میره. و چقدر اون زمان نسل من فکر میکرد که
با مصلحت، با حکم حکومتی همه چیز قابل حله و استقبال میکردیم. نمیگم میکردند، میگم میکردیم، منم جزءشون بودم. باب میدان آمدن اصلاح طلبان سیاسی در اواسط دهه 70 1376 همان جناح چپ اسلام حکومتی و انقلابی دهه نخست، روشنفکری دینی هم وارد مرحله جدیدی شد و در قامت نظریه پردازی حرکت جدید سیاسی ریشه تحولات را در تجدید نظر در الهیات و فهم دینی دید. اگر شما دوتا رو بدون هم مطالعه بکنید به جایی نمیرسید. دقیقاً رشد کردن و به اوج رسیدن روشنفکری دینی همزمان است با اصلاحات سیاسی در ایران. مشتغلان به علوم اسلامی در حوزه‌های علمیه هم با لمس مشکلات اجرای احکام 14 قرن قبل در دوران مدرن به ضرورت برخی تغییرات موضعی و جزئی پی بردند. یعنی دیگه حرفاشون مثل حرفای شیعیان فرض کنید کشورهای دیگه نیست، نبود، خیلی جلوتر بود، چون لمس میکردن که آقا با این حکم شرعی نمیشه کشور اداره کرد، نمیشه جامعه اداره کرد. با درگذشت رهبر کاریزماتیک و مؤسس نظام و خصوصا با به گل نشستن کشتی اصلاحات سیاسی و آشکارتر شدن چهره اقتدار طلب جمهوری اسلامی، در جناح سنتی دو صفبندی جدید به تدریج ایجاد شد. از یک سو اکثریت سنتی با وضوح بیشتری از انقلابیون حاکم فاصله گرفت و به ریشه غیر سیاسی سنتی خود نزدیکتر شد. از سوی دیگر فضلای جوان حوزه‌های علمیه، حتی برخی مراجع تقلید، به فتاوای نوگرایانه میدان بیشتری دادند و فاصله خود را از مادر سنتیشان بیشتر کردند. من الان همه اون صحنه‌ها در دهه 70 داره جلوی چشمام رژه میره، ولی تجربه هایی که خودم از نزدیک داشتم، این زندگی زیسته خودم از تون زم. از جانب سوم، اسلام حکومتی که با حربه انقلاب به قدرت سیاسی رسیده بود، با چشیدن برخورداری های کلان اقتصادی و نیز نظامی و امنیتی، نگران کاهش تدریجی و پرشتاب اقبال مردمی نبود و برای تداوم قدرت سیاسی و خصوصا اقتصادی مفاهیم و احکام دینی را در خدمت بیشتری می گرفت. یعنی به اصطلاح بیشتر به استفاده ابزاری از این مفاهیم دینی برای تداوم قدرت سیاسی و خصوصا اقتصادیش فکر می کرد. و همین عامل تمایز هر دو جریان سنتی و نو سنتی از این جریان مسلط سیاسی شد. این اشتباهی که فکر بکنید که همه فرض بکنید دینداران در ایران یا توی حوزه های علمیه همشون فرض بکنید بنیادگرایانه فکر میکنن، توهم محض است، اشتباه بسیار بزرگی است. نه، اونجا هم تنوع داریم و من میخوام اتفاقا این تنوع رو تو این جلسه آشکار کنم. جریان اسلام نواندیش هم که در زمان اصلاحات سیاسی سکاندار اندیشه پیروز کشور بود، بعد از حذف آنها یعنی اصلاح طلبان از اریکه قدرت به تدریج به دگردیسی پرداخت. بخشی از روشنفکران دینی شکست‌های سیاسی را معلول عوامل ذاتی در اسلام دانستند و برای حل مشکلات سیاسی مشغول دستکاری در وحی و وثاقت تاریخی قرآن و نفی حجیت معرفت شناختی آن و زمینی کردن کلام الهی و بشری دانستن قرآن شدند. به شما تاریخ این حرفها، این ادعاها نگاه کنید، نسبتش رو با تحولات سیاسی بسنجید. این افکار به شدت غیر ارتودکس مورد قبول بخش قابل توجهی از مسلمانان نواندیش واقع نشد. لذا در عمل جریان نوگرا و غیر سنتی به دو طیف مسلمانان نواندیش و مسلمانان تجدید نظر طلب تقسیم شدند. حالا چه اسمشو بیاریم چه اسمشو نیاریم. اون قصه اون شاعری که رفته بود توی آخرین شاه ساسانی
که توی آسیا با لباس مبدل رفته بود و سردش شد، گفت که آسیابون گفت که آقا این جل خر رو بیارم خدمتتون، گفت نخه، وقتی که تبا بیشتر سرد شد گفت خودش رو بیار اسمش رو نیار. حالا ما اگه بخوایم بالاخره این تمایز صورت گرفته، حالا روی خودمون نیاریم تمایز واقع شده است. طیف نخست نواندیشی را فرع بر بقای اسلام که در کتاب و سنت متبلورست می دانستن. طیف نخست یعنی نواندیشانه دی. اما طیف دوم که تو این گفتار به عنوان تجدید نظر طلبان دینی معرفی می شن، قائل به لزوم تجدید نظر در خود کتاب و سنت شدن و تمام اشکالات موجود را از خود قرآن و پیامبر دانستند. یه صفات مشکل داره تو پیامبر یافتند، یه اشکالاتی تو خود قرآن یافتند، شروع کردن غلطهای قرآن را گرفتند و الاخ. و با ارائه برداشتی دقیقا مخالف محکمات قرآن و مسلمات سنت، محصولات فکری خود را اسلام نامیدند. از منظر مسلمانان نواندیش، محصولات جدید روشنفکری دینی اسلام سرایی است، سرودن، نه اسلام شناسی، و این تجدید نظر در ارکان اسلام است. واضح است که اکنون طیف‌های پنجگانه به هیچ وجه امکان ادامه حیات زیر دو عنوان کلی سابق را ندارند. سه جریان سنتی، نو سنتی و تندرو، مرادم از تندرو اصلا اسم خوبی هم نیست، نمیدونم چه اسم روشون بذاریم، توی انگلیسی نوان اینا رو فاندامنتالیست میگن، بنیادگرا. توی ایران خب اسمای دیگری دارن، همون قشر انقلابی حکومتی. این ستا یعنی سنتی و نو سنتی و تندرو به قدری از هم فاصله گرفتن که هیچ شک حاضر به ترک هویت خود نیست و نمیخواهد اشکالات متعدد وارد به دو جریان دیگر را به اون نسبت دهند. دو جریان نواندیش و تجدید نظر طلب هم به جدایی کامل رسیدند. منظور از جدایی کامل دوستی ها به جای خودش هستا، بحث اندیشه ایست نه بحث شخصی. مسلمانان نواندیش محصول طیف تجدید نظر طلب را غیر قابل انتساب به اسلام می دانند. در مقابل طیف تجدید نظر طلب هم طیف نواندیش را به محافظه‌کاری فکری و تعلق خاطر به جریان سنتی متهم می کنند. نزاع فکری بین این پنج جریان بسیار جدی و غیر قابل اغماز است. این پاسخ به پرسش اول. اما پرسش دوم، اینکه متمایز کردن صفوف چه فواید و ضرورت ها و بیتوجهی به این صفبندی ها چه مضراتی دارد، اجمالا ضرورت متمایز کردن مشخص شد. امکان ادامه فعالیت تحت عنوان واحد منتفی است. چه ضرورتی بالاتر از این؟ هر طیفی برای خود ادله‌ای دارد و با ادله طیف دیگر متقاعد نمی شود. اینکه کسی بپندارد با مذاکره و گفتگو اختلافات فکری قابل حل است، اگرچه من از گفتگو به شدت استقبال میکنم، اما اگر کسی بپندارد این مسائل صرفا با یک دو سه جلسه گفتگو حل می شود، خوشخیالی است. اختلافات عمیق‌تر از این هاست. البته از گفتگو در هر حالی باید استقبال کرد، اما شکاف ها عمیق‌تر از آن است که با گفتگو قابل حل باشد. فایده اصلی این تمایز این است که هر طیفی مسئولیت مواضع و آراء خود را به عهده می‌گیرد و به خاطر چیزی که به آن باور ندارد و نگفته است مورد شماتت قرار نمی‌گیرد. جامعه مسلمانان هم با بصیرت بیشتری در بازار افکار کالای خود را انتخاب میکنند. فراموش نکنید که با بیان تمایزها، این تمایزها ایجاد نمیشود. یعنی بنده این سخنرانی رو بکنم یا نکنم، این درس عمومی رو داشته باشم یا نداشتم، تمایزها سر جای خودش هست. من اونا رو ایجاد نکردم، اونا ایجاد شده، من فقط دارم خبر میدم، دارم تفسیر میکنم. این صفبندی ها وجود دارد و مدت ها قبل شکل گرفته است. تبیین آنها جامعه را آگاه میکند تا به اعتبار موضع و آراء مواضع و آراء سابق افراد داوری نکنند. متاسفانه این غلط بسیار مشهوری است. آقایی مثلا 30 سال پیش تفسیر نهج البلاغه کرده،
یا فرض بکنید تفسیر قرآن کرده، حالا از اینها همه گذر کرده، ما داریم به اعتبار اون امروز رو بحث میکنیم. حالا اگه بخوام بگیم ما تو خط امام خمینی هستیم، میزان حال فعلی افراد است، از این زاویه باید بگیم بله ایشون درست گفتن، میزان حال فعلی افراد است، به گذشتهشون کار نداشته باشیم. دقیقا میزان حال فعلی افراد است، نه حال چند دهه قبل آنها. عدم آگاهی از این تمایزها و صفبندیها به سوء تفاهم‌های جدی می انجامد. من اینا رو لمس کردم، میبینم. یعنی افراد دارن حرف میزنن به اعتبار که آقایی مثلا 30-40 سال پیش حرفای زده. بابا الان چی میگه؟ 30-40 سال پیش خیلی گذشته. اما سوال آخری که بحث اتحاد و وحدت، تمایز صفوف و طیف‌ها چه نسبتی با اتحاد اسلامی دارن؟ وقتی تمایز صفوف و طیف‌ها اجتناب ناپذیر باشد، اتحاد اسلامی به وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت می انجامد. اون بحثی که فلاسفه گفت. به عبارت دیگر در مشترکات این طیف‌ها با هم هستند و همان مشترکات زمینه وحدت و اتحاد است. اتحاد با نادیده گرفتن اختلافات صورت نمی‌گیرد. در هر حال تبیین این تمایزها هیچ آسیبی به اتحاد و وحدت اسلامی در حد اطلاع من وارد نمی‌کند. خب این بحث مقدماتی ما، بحث مقدماتی من تمام شد. اینو وارد بحث چهارم بشم که مهمترین و طولانی ترین بحث این گفتار. عنوانش هست فصول ممیزه طیف‌های پنجگانه و معرفی مهمترین نمایندگان. این بحث پاسخ به این چهار پرسش اصلی است. هر یک از این طیف‌های پنجگانه چه فصول ممیزه‌ای دارند؟ اسما که مهم نبود، اسما رو میشه عوض کرد. تفاوت ساختاری هر طیف با طیف‌های رقیب چیست؟ نمایندگان شاخص هر طیف چه کسانی هستند؟ تفکر رسمی و زمامداران جمهوری اسلامی در کدام طیف طبقه بندی میشوند؟ حالا 5 تا طیف من قراره به این سوالا ذیل هر کدوم پاسخ بدم. طیف اول، مسلمانان سنتی یا محافظه‌کار. دسته از مسلمانان هستند که اجتهاد سنتی در فروع کلامی و فقهی را حلال همه مشکلات دینی معاصر می‌دانند. من دارم ضابطه میدم دیگه، صرفا رو هوا صحبت نمی‌کنم، یک ضابطه کاملا عینی و ملموس. اجتهاد سنتی در فروع کلامی و فقهی حلال همه مشکلات دینی معاصر میدونن. نمیگم همه مشکلات دنیا، میگن آقا مشکل دینی داریم و همون اجتهاد سنت قابل حل. پیکره اصلی تفکر دینیشان با آنچه در علوم اسلامی ترسیم شده در طول قرون گذشته هیچ تفاوتی ندارد. به تفکر انتقادی یا تاریخی وقعی نمیگذارند. مدرنیته هم از منظر ایشان اهمیتی ندارد تا تأثیرات دینی آن به چیزی گرفته شود. احکام کلامی و فقهی به نظر ایشان در طول زمان تغییر معنیداری نداشته و نباید داشته باشد. من یادم هست یک استادی داشتم، شنیدم در بستر بیماری هستن، خدایشون رو شفا بده، به من میگفت که شما همین تجرید العقاید خواجه نصیرالدین طوسی رو درست بفهمی، از پس پاسخ دادن به همه مباحث کلامی معاصر برمی. تا آخرم من نتونستم ایشونو قانع کنم که آقا اینجوری نیست. تو کلام دارم میگم، حالا فقهش که دیگه جای خود داره. برای اینها اقامه ظواهر شریعت موضوعیت دارد. در زمان غیبت عملاً دایی سیاسی ندارند. نکته فوق‌العاده مهم، برای که وقتی شما اینا رو دارید میخواید با این جریانات تندرو و بنیادگرا یکی بکنید که بسیار اینا رو یکی میکنن، حواسشون پرته که این جریان دایی سیاسی نداره. تفکر مسلط بر حوزه‌های علمیه و مرجعیت شیعه در طول تاریخ و زمان حاضر این روی کرده است. میتونم بگم که رویکرد سنتی هنوز حدود نیمی از جامعه دینداران ایران رو تشکیل میده به تنهایی. بنابراین نمیشه نادیدش گرفت، باید فهمیدش. از میان مراجع زنده، حال برای که نمونه معرفی کنم، از میان مراجع زنده آقایان سید علی سیستانی،
شیخ حسین وحید خراسانی و سید موسی شبری زنجانی از نمایندگان این طیف هستند. همه مورد احترام ما. به نظر می رسد که مؤمنان سنتی همچنان اکثریت مسلمانان ایرانی را تشکیل می دهند. خب دیگه نیازی به گفتن نداره، ما با این تفکر اینها آشنا بودیم و هستیم. طیف دوم، حالا من هر چی جلوتر میرم تفصیل بس مباحث بیشتر میشه چون ناشناستر. مسلمانان نو سنتی یا نو اندیشان محافظه‌کار. دسته از مسلمانان هستند که همانند طیف سنتی قائل به اجتهاد در فروع فقهی و اصول فقه سنتی هستند. یعنی به اصطلاح اینها دست به ترکیبش نزدن، نمیزدن، لازم نمیدونن در چارچوب اجتهاد سنتی و اصول فقه سنتی. اما در برخی فروع فقهی به ضرورت اصلاحاتی رسیده و اصلاحات را هم آغاز کردند. دانش محدودی از مدرنیته و علوم طبیعی، انسانی، اجتماعی و تاریخ دارند. به شکل محدود از دموکراسی و حقوق بشر دفاع می کنند. اسلام سیاسی در بین این طیف طرفدار دارد، برخلاف طیف قبلی. از جانب مسلمانان سنتی و بنیادگرا متهم به نفوذ سکولاریسم و لیبرالیسم در اندیشهشان هستند. این تحت فشار هستند این دسته. این رویکرد در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها در حال رشد پرشتاب است. اینها خودشون نواندیش می‌دونن در حوزه‌های علمیه و نواندیش نسبی هم هستند. اما با اون نواندیشی که تو این بحث می‌خوام ذکرش کنیم متفاوت. ضابطش رو ذکر کردم. اجتهاد سنتی در فروع، منتهی قائل به اصلاحات در فروع. اجتهادش سنتیه اما فروع فقهیشون توش حرفای تازه پیدا میشه. حالا کیا نماینده این تفکر هستند؟ در میان مراجع تقلید، مرحوم استاد شیخ حسین علی منتظری نجف آبادی در چند مسئله، نه در همه مسئله، ایشون در کل تفکرشون سنتی بودند، خدا رحمتشون کن، اما در چند مسئله، چند محور میشه گفت که نوگرا بودند. یکی در مسئله حقوق بشر و حقوق شهروندی و دیگری در برخی احکام فقه جزایی، فقه کیفری. در این دو بخش ایشون حرفای تازه داشتن. مرحوم شیخ یوسف صانعی در برخی احکام فقه بانوان کاملا با دیگران متفاوت بودن. من با ایشون نشست و برخاست داشتم، نوشتم هم زمان که از دنیام رفتن. بالاخره ایشون در این حوزه، در این محدوده نواندیش بودن. در رده بعدی، خب اینا از دنیا رفتن، در رده بعدی برخی مدرسان حوزه های علمیه و اساتید دانشگاه که من با ذکر اسمشون میخوام باعث ترویج این افراد توی حوزه های علمیه و دانشگاه ها بشن. امروز اسم زیاد میبرم و گوش دقت بفرمایید که با دقت هم اینا رو انتخاب کردم. اینها رو من در زمره نوسنتی ها میدونم. آقایان سید مصطفی محقق داماد، احمد آبدینی، سید محمد علی عیازی، رسول جعفریان، محمد سروش محلاتی، کاظم قاضی‌زاده و محمد تقی فاضل میبودی در این دسته طبقه بندی می شوند. البته الحمدلله بیشتر هستند، کسر الله امثال هم، خدا اینها رو بیشتر بکند. اگر امیدی به اصلاحات داشته باشیم در حوزه‌های علمیه باید اینها هستند که این مسئله رو میتونن ادامه بدن و در دانشگاه ها. بسیار از اینها هم از دوستان خود من هستن. طیف سوم، مسلمانان تندرو یا بنیادگرا. یعنی مسلمانانی که اجمالاً این خصوصیات رو دارن. من ضابطه دارم میدم، اصلا کاری به تند و کند و اینها ندارم. کسی که این ضابطه رو داشته باشن تو این دسته طبقه بندی میشه. اولا در برداشت های دینی جزمندیش هستن و خود را مجاز به تحمیل عقیده به دیگران میدانن. ببینید خیلی دوگماتیست بودن، جزمندیش بودن، یعنی این که شما خودتو حق مطلق میدونی، اگه کسی این نظر شما رو نداشت با نهی از منکر با امر به معروف با اون تفسیری که خودت داریم خواهی بروش سر جاش بنشونی. ثانیاً تأسیس حکومت اسلامی را لازمه وظیفه اصلی اقامه شریعت میدانند. ببینید مسلمانان سنتی هیچ کدومشون دنبال چیزا نیستند، نبودند،
اصلا قائل به ولایت فقیه در امور سیاسی نیستند. این فرقه ای که توجه نکنه اصلا تفسیراش کلن از ایران معاصر به هم میخوره. قائل دسته قائل به این هستن که اقامه حکومت اسلامی اوجب واجبات است. این از هر امر اسلامی دیگری مهمتر است. اگر میخواید اقامه شریعت بکنید باید قدرت سیاسی رو به دست بگیرید. کجا فقهای سنتی اینو میگن؟ هیچ کدومشون حرفا رو نزدن. اینم ضابطه دوم. ضابطه سوم، در تحقق این مقصود اصلی اعمال خشونت به هر میزانی که مصلحت باشد را شرعاً مجاز بلکه واجب میدانند. ببینید فقیه سنتی یا تفکر سنتی یا نو سنتی حریم قائله برای حفظ دماء و امثال هم را این خط قرمزشه. مثلا ببینید در بین گذشتگان سید احمد خانساری، من چون نمیخواستم حالا اسم همه رو ببرم فقط زنده ها رو بردم تو اونجا، خب نماینده شاخص تفکر سنتی در زمان ما در سال 1364 از دنیا رفت. فقیه طراز اول هم بودا، همونی که آقای خمینی تو بحث شطرنج به فتواش وقتی بهش اعتراض کردن استناد کرد. خب تو بحث دماء احتیاط میکنه، احتیاط واجب میکنه. وقت در مقابلش یه فقیه مثل آقای خمینی در تابستان 1367 چند هزار نفر، حداقل 4000 نفر به فتوای او اعدام شدن. این تفاوت ها اینجاست. وقتی میگم خشونت رو تو هوا صحبت نمی کنم. رابعا، شریعت را منبع اصلی قوانین حکومت اسلامی می شمارند. یعنی نسبتشون بین شریعت و قانون، میگن تا اونجا که ما شرع داریم، احکام شرعی داریم، همونا رو تبدیل به قانون میکنیم. ببینید مثال خیلی واضحش، قانون مجازات اسلامی در جمهوری اسلامی چی هست؟ حدود و تعزیرات و قصاص و نمیدونم مفارد دیگه 700-800 تا ماده، اینا برگرفته از فقه اسلامیه به زعم نویسندگانش که 4-5 تا رئیس قوه قضاییه از اول انقلاب تا الان بودن، غیر از آقای عرب فعلی تا قبلش، همشون در نوشتن قانون دخیل بودن. محصولش چیه؟ وقتی میگم قانون یعنی شریعت، اینم باز تو هوا نیست. اینم مثالش. خامساً، حکومت اسلامی معادل با ولایت سیاسی فقیه میدانند. یعنی وقتی میگید حکومت اسلامی، دقیقاً منظورش ولایت فقیهه. فقیه باید بالای سرش باشه. مشروعیت هر کاری با این است که رهبری با فقیه باشه، تصمیم نهایی رو بگیرد. خب این 5 تا ضابطه بسیار روشن دادم. حالا به بنیادگرایی خارج از ایران هم کاری ندارم. دقیقاً این تفکر توی ایران رو دارم میگم. سکاندار تفکر رسمی در ایران پس از انقلاب کم و بیش این طیف بوده و هست. همه کارهای مملکت دست اینا بوده، اکثرش. الان همش همطور که اومدیم جلو سهمشون بیشتر شده. الان دیگه میتونیم بگیم 100%. برای همین تصمیم ها خیلی درخشانه. مهمترین نماینده این طیف آقای سید روح الله موسوی خمینی بوده است. در رده دوم 3 نفر از شاگردان ایشان این طیف را نمایندگی می کنند که من کتاب ها اینا رو با دقت خوندم و شهادت می دم که این چیزی که اینا نوشتن دقیقا همون تفکر واقعی آقای خمینی، تفکر واقعی آقای خمینی، نه حرفایی که اصلاح طلبان می زنن و روتوش می کنند. میزان رأی مردم است رو در کانتکس خودش در زمین خودش نمی خوانند. اینا کیا هستن؟ آیون محمد تقی مصباح یزدی، محمد مؤمن قمی، محمد یزدی، هر 3 نفر از دنیا رفتن. کتاب های اینها بهترین نماینده اسلام همین تندرو، مسلمانان تندرو، بنیادگرا و حکومتی و انقلابی هر چی اسمش بذارید هست. اگر اینا با دقت، حالا کتاب آقای مصباح که فارسیه، کتاب های 2 نفر که به عربی، اگر اینا با دقت به فارسی ترجمه بشه و مردم بخونند، وقت میشه رو همه پرسی کرد آیا شما همچه حکومت رو قبول دارید؟ یک کتاب همه آقای مؤمن قمی رو که ذکر کردم معمار اصلی فقهی جمهوری اسلامی ایشونه، بیش از همه آقای جنتی و اینا ظاهر قضیه هستن. ایشون واقعا تو جمهوری، توی شورای نگهبان
چه در مهر چینی مجلس خبرگان، چه در تقنین قانونها که رفته فرد اول بوده. میشه وقت مشخص کرد که من چند پنج شماره هم نوشتم دیگه، کارهای دیگر پیش اومده رهاش کردم، حتی در وقتی از در گذشتم از دنیا رفتم یه چیزی ننوشتم. فوق‌العاده کتابش مهمه، سه جلد کتاب داره، جلد سومش، دو جلد اولش در مورد زمان به اصطلاح معصوم است، جلد سومش در زمان غیبت است. این جلد سوم کولاک میکند، اصلا جمهوری اسلامی یعنی این یعنی داره اجرا میشه. شما به ظواهر قضیه و مبهمات و متشابهات و حرفای آقای خمینی اینا رها کنید، واقعیت ایناست، اینا داره اجرا میشه. دومین رهبر جمهوری اسلامی آقای سید علی خامنه‌ای نیز متعلق به همین طیف است. آخوندهای جبهه پایداری در نهادهای مختلف حکومتی نیز پادوهای همین جریان هستند. که اسمشون نیازی نیست ببرم، چه در دوره احمدی نژاد، چه بعدش، چه الان. اینه که قوانین مشعشع رو مثل همین طرح صیانت و امثال هم رو تنظیم کرده بودن مال همین طیف هستن. برای در مورد این طیف میشه ساعتها صحبت کرد، ولی همین چارچوب فکر میکنم کلیدهاش کفایت میکند. طیف چهارم، مسلمانان نواندیش، دسته ای که ضابطش اجتهاد سنتی در فروع فقهی را کافی نمی دانند. یعنی برخلاف نو سنتی ها، اینا فقط نمیرن سراغ این که تو فروع فقهی به اصطلاح رفو کنند، نه، اجتهاد سنتی را هم کافی نمی دونند. دو تا مطلبه، هم فقه هم اجتهاد، بلکه به اجتهاد ساختاری در مبانی و اصول قائل هستند. فقط هم بحث فقه نیست، بحث کلام، بحث همه علوم اسلامی است. اجتهاد اختصاصی به فقه نداره، همه علوم اسلامی رو شامل میشه، تفسیر رو شامل میشه، کلام رو شامل میشه، اخلاق رو شامل میشه، فقه رو هم شامل میشه. مراد از اجتهاد در مبانی بازنگری منضبط در مبانی علوم اسلامی از روش شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی و جهان شناسی است. اینا که زار ذکر میکنن فقط یه اسم نیستا، یعنی شما انسان رو چیکاره میدونید؟ یه کسی که انسان رو کلا ناقص العقل میدونه و فرض بکنید زن رو هم ناقص العقل تر میدونه، خب این میخواد چه فقهی بنویسه؟ چه کلامی رو میخواد داشته باشه؟ میگه از کوزه همان برون تراوت که در اوستو. انسان رو اول چجوری میبینی؟ اول بگویدم انسان رو ترسیم بکن، بعدش برو سراغ آیات و روایات. یا جهان رو چجوری میبینی؟ انسان توی جهان چه کاره است؟ معرفتی که ذکر میکنی، معرفت در یقینیات و ظنیات و امثالهم، اینا همش جای حرف دارد. خب اینا رو جای به اصطلاح منقح نکرده، یه راست میره سراغ تفسیر متن. به شکل دقیق تر، بازشناسی مبانی فلسفی و اخلاقی و احیاناً عرفانی، علوم تجربی، علوم انسانی و اجتماعی که در علوم مختلف اسلامی از قبیل تفسیر قرآن و شرح حدیث، فقه، اصول و کلام به آنها احتیاج می‌افتد. یعنی اول ما باید این مبانی رو یک جای بحث کرده باشیم، بعدش میریم سراغ علم کلام و علم فقه و علم اخلاق و امثال. مراد از اجتهاد در اصول، منظور اصول دین نیست، اصول فقه است. بازنگری منضبط در اصول فقه است که علی رغم اسمش اکثر مباحث آن، خصوصا مباحث الفاظ، ملازمات عقلیه، حجیت و تعادل و تراجیح، اختصاصی به فقه ندارد. ببخشید. یعنی چی؟ یعنی یه اشتباه که میکنن، میگه که آقا شما همه چیز دارید با مباحث فقهی بحث میکنید. اصول فقه در تفکر اسلامی به قدری مهم است که این از فلسفه پرفر بهتر است. از فلسفه اسلامی یقینا اصول فقه شیعه فر بهتر شده. من سالها دو دهه حداقل کارم تدریس اصول فقه بوده و لمس میکنم، لمس کردم و اهمیتش. حالا اسم مباحثم آوردم که فکر نکنن که کسی اینا رو میخوام بریم باش سراغ فقه، خیر، میخوام بریم سراغ تفسیر، میخوام بریم سراغ فهم متن. هر متنی شما به اصول فقه نیاز دارید. خب
اکثر قریب به اتفاق علوم اسلامی که استنباط از متن در دستور کار آنهاست را شامل می شود. این که از روایات به چه میزانی و با چه ضابطه استفاده شود، این که چگونه از متن آیات یا روایات در مباحث اعتقادی، اخلاقی، فقهی و تفسیری استنباط شود، این که دلیل عقل در کلام، فقه، اصول، اخلاق چگونه و با چه میزانی مورد استفاده قرار گیرد، همه در گروه مباحث است که در این علم بحث می شود. یعنی بحث حجیت دقیقا همینه. مثلا آیا ما در مباحث اعتقادی می تونید می رویم سراغ اخبار واحد؟ خبر واحد؟ اینو توی این علم باید بحث بکنه. آقای طباطبایی همینجا به حسابش رسیده. حاشیه کفایش اونجا اومده با صراحت بحثا رو کرده. من یادم اول طلبگیم وقتی اینا رو میخوندم لذت میبردم. برای همین علم اصول فقه معادل چندین علم معاصر علوم جدید است. حالا بهش اشاره میکنم. بیشک مباحث الفاظ بدون مباحث جدید هرمنوتیک تمام نیست. مباحث الفاظ یعنی این که ما یه لفظی یک به اصطلاح متن رو که میخونیم آیا دلالتش به این معانی که داریم بهش نسبت میدیم تمام است یا تمام نیست. خب اینا دقیقا در لینگویستیک فلسفی معاصر دارن بحث میکنن. معادلش همین حرف هست که آخوند خراسانی و کمپانی و دیگران کردن، کم هم نگذاشتن، خیلی هم پیشرفته است. مسلمانان نواندیش که سابقا روشنفکران دینی خوانده میشدند را بیشتر در میان تحصیل کردگان یا آشنایان با دانشهای جدید غیر دینی میتوان مشاهده کرد، اما تحصیل کردگان حوزوی هم در میان آنها یافت میشوند. این رویکرد هم رشد پشتتابی داشته و دارد، از جمله نمایندگان این طیف: از درگذشتگان مرحوم احمد قابل، از احیاء، اینا را از اسم میبرم، آقایان سید حسین مدرسی طباطبایی، ابوالقاسم فناوی، آرش نراقی، احمد صدری، محمود صدری، حسن یوسفی اشکوری، حسن فرشتیان و عبدالعلی بازرگان را میتوان اشاره کرد. من خود را متعلق به این طیف میدانم. اما طیف پنجم، مسلمانان تجد نظر طلب، که خب این بس تفصیل بیشتری داره چون تازه داره در این گفتار مطرح میشه. برخی مسلمانان نواندیش مسما به روشن فکران دینی به تدریج مرزهای اجتهاد ساختاری در مبانی و اصول را در نوردیدند و از اجتهاد در متن دینی به افقی بالاتر صعود کردند و به جای اجتهاد در کتاب و سنت به تجدید نظر در وحی، پیامبری، قرآن و خدا دست یازیدند. این که نواندیشی دینی به حداقل دو جریان متمایز تقسیم شده است حرف تازه‌ای نیست. این طبقه بندی با تبیین‌های مختلف قبلاً صورت گرفته و منتشر شده است. حالا من به برخی از اونا هم از جانب خودم هم از جانب دیگران به ترتیب تاریخ اشاره می‌کنم. یعنی می‌خوام بگم که فکر نکنید که چشممون رو ببندیم این انشاب صورت نگرفته. من در 30 مهر 1394 در گفتار تأملاتی درباره نواندیشی دینی در ایران معاصر بعد از اشاره به وجه جامع نمادهای روشنفکری دینی و خدمات و برکات روشنفکری دینی، استحاله روشنفکری دینی به بلا موضوع شدن تدریجی دین، خدا، پیامبر، وحی و قرآن و تقلیل رو به حذف دین از یک سو و دغدغه های فرادینی و فرامذهبی و عدم تقید به هیچ هویت دینی و مذهبی خاص را مورد پرسش قرار دادن. محمود صدری در 12 آبان 1395 در مقاله گفتمان بازسازی و بهسازی دینی، جریان بهسازی یا طیف اصلاحگرای نواندیشی دینی با شعار نیل به آبادی و آزادی با کمترین هزینه را از جریان بازسازی دینی یا احیاگری دینی منجر به پاک دینی محض و حقیقت گرایی ماورایی جدا کرد.
در گام سوم، چند روز بعد از ایشون، آرش نراقی در 30 آبان 1395 در مقاله نواندیشی دینی در سه پرده از تمایز سه گرایش اصلاح فکر دینی با سازی دین و معنویت گرایی فرادینی سخن گفت. در مباحث 15 گانه چالش اسلام و قدرت که من در دی 99 تا مرداد 1400 از ارائه کردم، از تمایز ضروری نواندیشی دینی قائل به اصلاح معرفت دینی و روشنفکری دینی مدل خاص قائل به لزوم اصلاح اصل دین منجر به دئیسم به تفصیل سخن گفتم. دئیسم یعنی باور به خدا خارج از کلی ادیان ابراهیمی و ادیان رسمی. احمد صدری در مقاله روانکاوی نبوی و فرضیه بادکنکوار تاریخ در 22 بهمن 1399 عملاً بر تمایز نواندیشی دینی از نوع مورد بحث روشنفکری دینی انگشت نهاد، بدون که اسم مشخص بکند، یعنی اسم این نواندیشی روشنفکری رو تمایز بده، اما از دو تیپ مختلف صحبت کرد که حالا بیشتر واضح میشه. حسن یوسفی اشکبری هم با نقد خود بر روشنفکری دینی، دینی مورد اشاره، عملا این تمایز را پذیرفت در بهمن 99. ابوالقاسم فنایی نیز در مقاله الهیات طبیعی شده، متافیزیک سبک و فیزیک سنگین در تابستان 1400 عملا جریان نواندیشی دینی را از جریان دئیستی متمایز دانست. خب اینا هر کدامشون به زبانهای مختلف همه حرف رو زدن و منتشر کردن. در هر حال تمایز جمعی از روشنفکران دینی از جمع مسلمانان نواندیش حقیقتی غیر قابل انکار است. البته تسمیه مسلمانان تجدید نظر طلب ریویژنیست متعلق به این جانب است. اگه اشکالی هم دارد به گردن من. تجدید نظر طلبی رو حالا من خواهم در این قسمت یک نکاتی در مورد تجدید نظر طلبی عرض کنم. تجدید نظر طلبی اصطلاح جا افتاده در چندین رشته است. مثلا تجدید نظر طلبی تاریخی یک مکتب تاریخی معاصر است به نام هیستوریکال ریویژنیزم. یکی از مکاتب تاریخی معاصر است که دیدگاه سنتی یا ارتودکس تاریخی را به چالش کشیده، به بازنگری مدارک تاریخی می‌پردازد. از جمله دستاوردهای آن انکار هولوکاست است. دقیق ترین به اصطلاح وقتی میخوان بگن که تجدید نظر طلب های مورخان تجدید نظر طلب، یکی از نکاتشون اینه که میگه آقا هولوکاستی وجود نداشت، مال این مکتب. در نوع دوم یکی دیگه تجدید نظر طلبی در مارکسیسم که من خودم یادم اولین بار این ریویژنیزم رو از اینها شنیدم، به تجدید نظر طلبی در بازنگری در بنیادهای مارکسیسم از جمله جنگ طبقاتی اطلاق میشه. نهلهای مختلف هم داره. ببینید مارکسیسم هم حالا اگه مثل دین فرض کنید یه اصول دینی برای خودش داره. اگر کسی آمد این اصولشو انکار کرد ولی خودشو مارکسیست میدونه، این میگن ریویژنیست. مارکسیسم مبتنی بر به اصطلاح جنگ طبقات است. حالا شما بیا بگه آقا جنگ طبقات رو من نفی میکنم، ولی باز هنوز مارکسیسم هم هست، مارکسیست هم هستم، این میشه تجدید نظر طلب مارکسیست. حالا بیام سراغ مطالعات اسلام. اینا رو بذاریم کنار. آیا در مطالعات اسلامی واژه تجدید نظر طلبی قبل از من به کار برده شده؟ خارج از ایران بله، در غرب بله. حالا ما به اصطلاح اسنادش رو میخوام عرض کنم. این بحث یه ذره دقیق تر علمی تره، لطف کنید با عنایت بیشتری دنبال بفرمایید. تجدید نظر طلبی در مطالعات اسلامی، Revisionist School of Islamic Studies، این واژه رو سرچ بفرمایید تا ببینید چقدر ادبیات پشت سرش، در غرب به جریانی اطلاق می شود که روایت سنتی مسلمانان از بنیادهای اسلام را زیر سوال می برد. بنیاد یعنی چی؟ Fundamentals، Essentials، Origins. دیگه ذکر بکنم چون اینا همه از انگلیسی دارم میگم. دقیقاً بنیادهای اسلام رو زیر سوال میبرن. به اینا میگن میگن ریویژنیست. مسلمان هم نیستن. هیچ کدومشون مسلمان نیستن. تا اوایل دهه 70 میلادی دو
دانشمندان غیر مسلمان با اینکه منشأ الهی اسلام را باور نداشتند، این خیلی مشخص، محمد ابن عبدالله را پیغمبر خدا نمیدونستند و الان هم نمیدونن. خب اما قضیه بنیادهای اسلام را در بسیاری از جزئیات آن به روایت علوم تفسیر قرآن، حدیث و سیره میپذیرفتند. یعنی میگفتند این روایتی که مسلمانان از دین خودشون دارن میگن مورد قبول است. اینکه در مکه متولد شده، بعدش رفته مدینه، مؤسسش محمد ابن عبدالله بوده. ببخشید من اینجور بدون صلوات اینا میگم، دارم گزارش حرف اینا رو میزنم که دیگه حضرت مزرد که نمیگن، صلوات و ملاتوات هم نمیفرستن، این حرفاشون رو دارم برای شما میگم. میگن که بله، تاریخ اسلام همینیه که توی کتاب کتب سیره، تو کتب تفسیر، تو کتب روایت و مانند اینا نوشته شده، در کتب تاریخ اسلامی نوشته شده و منابع اسلامی میتواند مورد استناد واقع شود. تا دهه 70 میلادی این در بین مستشرقان هم رواج داشت. تا اوایل دهه 70 این رو عرض کردم، اتکای تجدید نظر طلبان، حالا در این موارد اینو دقت بفرمایید. اولا تجدید نظر طلبان، همین مستشرقان تجدید نظر طلب رو دارن، رویکردی انتقادی یا نافیانه به منابع اسلامی دارن. یعنی منابع اسلامی مثلا سیره ابن اسحاق، سیره ابن هشام، تاریخ طبری، اینا میشه صحیح سه ها سته، کتب اربعیشه، اینا میشه منابع اسلامی. اینا رو نفی اعتبار میکنن یا نگاه انتقادی بهش دارن. میشه نکته اولشون، ضابطه اولشون. ثانیا تکیه بر مطالعات مرتبط با باستان شناسی، کتیبه نگاری و سکه شناسی. به جای اینها میرن سراغ چی؟ میگه باید ببینیم که سکه از دوران پیغمبر هست و ما بگیم مثلا وجود خارجی داشته، کتیبه از او هست یا نیست. باستان شناسی چی میگه؟ اگر این علوم تایید نکنن ما نمیتونیم دعاوی مسلمانان را بپذیریم که تو کتاباشون نوشتن. و سومین ضابطه شون اینه که ابتنا بر ادبیات معاصر غیر عربی و غیر اسلامی. معاصر منظور دوره پیغمبره. میگن که ما به جای این که بریم این کتابی که مسلمان‌ها نوشتن ببینیم در زبان سوریانی چی نوشته شده، هر چی اونجا نوشته شده اون ملاکه، نه چیزایی که به زبان عربی و توسط مسلمان‌ها نوشته شده. بنابراین رشته اصلی اینها برمیگرده به این که ببینن در قرن هفتم میلادی، یعنی مثلا قرن اول هجری، غیر مسلمان‌ها در زبان‌های غیر عربی درباره اسلام چی گفتن و چی نوشتن. اون ملاک است. تجدید نظر طلب این سه تا ضابطه را دارد. خب. آنها بر این باورند که این روش شناسی ها حقایق سخت، هارد فکت به اصطلاح اینا، و توانایی بررسی متقاطع را فراهم می کنند. میگن یه چیزایی به ما میده که اصلا شما به عقل مسلمان هم نرسید. در حالی که روایت های سنتی اسلامی به نظر تجدید نظر طلبان مستشرق که 150 تا 250 سال پس از محمد نوشته شده اند، در معرض سوگیری ها و تزیینات نویسندگان و راویان هستند. یعنی چی؟ یعنی خصلت های شخصی، گرایش های شخصی و چیزایی که اونا آرایش و پیرایش هایی که مایل بودن در روایتشون تأثیر پیدا کرده، بنابراین ادعاهای اونها که تو کتاباشون نوشتن، طبقات ابن سعد، تاریخ طبری، سیره ابن هشام، سیره ابن اسحاق، اینا قابل اعتنا نیست. حالا یک کسی بیاد بگه که خب مثلا تو منابع سوریانی این سوگیری ها نیست. خب این حرف ایناست، این حرف اولش. خب نماینده‌هاش کی هستن؟ حالا اینا بشناسیم بالاخره، ببینیم که چون اینا دارن به فارسی ترجمه میشه و بعد به عنوان تفکر اسلامی هم معرفی میشه توسط یک جریانی که همین پیروان تجدید نظر طلبان هست. مدرسه تجدید نظر طلبی در مطالعات اسلامی در دهه 70 میلادی تأسیس شد و این مستشرقان را در بر میگیرد. با اسم ذکر میکنم و تاریخ های وفاتشون و اونم که زنده هستن هم میگیم. مهمترینش ونزبرو هست، آلمانیست، متوفای 2002. ایشون چندین شاگرد داشته، شاگرد اینا شاگرداش هستن. آندرو ریپین، من شخصا با این آقا ملاقات کردم، در سال 2016 از دنیا رفته. نورمان کالدر،
1998 از دنیا رفته. جی آر هاتینگ هنوز زنده است، متولد 1945. پاتریشیا کراون از شاخص‌ترین شاگردان آقای ونزبرو هست، آمریکایی. در سال 2015 این خانم از دنیا رفته، کتاب‌های متعددی نوشته. حالا به یکیش اشاره کنم. مایکل کوک هنوز زنده است، متولد 1940 در پرینستون. کرون هم در پرینستون. اینها نوعاً در مدرسه سواسکال اشاره خواهم کرد کارشون رو شروع کردن. اما در آلمان هم ما یه شاخه دیگه داریم از همین دجل نظر طلب ها در حوزه مطالعات اسلام. گانتر لولینگ این در سال 2014 از دنیا رفته و همکارانش. حالا چون اینا خیلی ناشناس بودن دیگه تو فارسی یا من خیلی آشنا نبودم، یکیش رو ذکر میکنم بقیش ازش میگذرم. اینها بر مطالعات تاریخی انتقادی قرآن متمرکز شدند. این جریان، یعنی جریان ونزبرو و شاگردانش، مرکزشون کجا بود؟ در مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی، School of Oriental and African، که علامت اختصاریش میشه SOAS، S-O-A-S، در دانشگاه لندن، University of London، با انتشار دو کتاب ونزبرو با این عناوین پا برسه وجود گذاشتن. دو تا کتاب مهم تفکر تجدید نظر طلبی اسلامی در حوزه تفکر اسلامی اینا هستن. کتاب اول 1977 منتشر شده، 1979 انقلاب ایران ها، دو سال قبل از قرآنیک استادیس، مطالعات قرآن. کتاب دوم یک سال بعد 1978 سکتاریان میلیو، محیط فرقه ای. این دو تا کتاب، مثلا میشه گفت که دو تا کتاب پایه اصلی این تفکر رو تشکیل. خلاصه فرضیه ونزبرو اینه، وقتی میگیم تجدید نظر طلبی یعنی این، قرآن به عنوان یک کتاب به شکل فعلی چند قرن بعد از مرگ محمد خارج از عربستان در جریان یک تحرک یهودی مسیحی نوشته شده است. یه جمله است، سه تا ادعای بسیار بزرگ درش است. قرآن زمان پیغربتی به پیغمبر نداره، محمد هیچ کاره است در قرآن، این کتاب چند قرن بعد از مرگ ایشون، اونم تو حجاز نوشته نشده، تو عربستان نوشته نشده، بین النهرین یه جای دیگری خارج از اون، کیا تحت تأثیر افکار یهودی مسیحی اینو نوشتن. خب ببینید وقتی که الان یک ایرانیانی میان این رو به عنوان دستاورد جدید مطرح میکنن، که حالا به اسمشون هم اشاره خواهم کرد، ریشه‌شون حداقل بدونیم. آقای ونزبرو، من اینا رو تدریس کردم، دارم تدریس میکنم. کراون و کوک دو شاگرد تراز اول ونزبرو در سال 1977 با انتشار کتاب هیگاریزم، The Making of the Islamic World، هیگاریزم یعنی هاجرگرایی. ببینید اینها دعواشون سر دو تا خانم تفکر مسیحی رو مادرش رو سارا میدونه و تفکر اسلامی رو مادرش کنیزی به نام هاجر میدونه. این کتاب کتاب وحشتناکی است، یعنی از کتاب ونزبرو به مراتب فرضیه‌های عجیب غریب تری داره درش. چی گفته؟ این دو نفر گفتند که اسلام بعد از دوران فتوحات پایه‌گذاری شده. اصلا قبل از فتوحات اسلامی نبوده، نه نام اسلام بوده نه حقیقت اسلام. مکه شهر مقدس مسلمانان نبوده است. اینکه برمی‌دارم برای من فلان ویدیو رو میفرسه که یه بابای اومده ذکر کرده، نمی‌دونم چیزای دیگری میگه، نمی‌دونم پای اینا پشتش چی خوابیده. مکه شهر مرکزی اسلام نبوده. و نکته بعدی در این کتاب هاگریزم میگه منابع اسلامی مطلقاً قابل اعتماد نیستند، باید به منابع غیر اسلامی مراجعه کرد، همونه که گفتم. حالا جالبه، انتقادات به قدری شدید به این کتاب این دو نفر صورت گرفت که هر دوتا عقب نشینی کردن.
گفتن اشتباه گفتی. البته هر دو بعد از مدتی از فرضیه کتابشان فاصله گرفتند، اما همچنان به چالش رویکردهای ارتدوکس اسلامی و غربی ادامه میدهند. حالا اون که از دنیا رفته آقای کوکم، من مطالب مصاحبه اخیرش رو خوندم، بله فاصله گرفته از اون حرف قبلش. تجد نظر طلبان آلمانی از جمله حالا اونی که تو ایران شناخته شده است تا حدودی معرفی میکنم، اینا یکی نیستن، چند تا دیگه هم هستن. کریستوف لوکزنبرگ، ایشون محمد را شخصیتی افسانه‌ای و غیر تاریخی معرفی کرده. یعنی هم حرفایی که در مورد عیسی و زرتشت و موسی و اینا زدن، میخواد در مورد پیغمبر اسلام هم بزنه. حالا اونجا ما منبع تاریخی کم داریم، فقط منابع دینی داریم. در مورد پیغمبر اسلام میگه اصلا فردی به نام محمد معلوم نیست وجود داشته، تاریخی نیست، اینا افسانه است. یکی از ملاترین این مدرسه، افراد این مدرسه، فردی است که هنوز هم زنده است، فرد دانر، متولد 1945، کتب متعددی در مورد تاریخ اسلام نوشته. برای که بدونید اهمیت این، وقتی میخواد توی به اصطلاح اسلام کمبریج به بخش به اصطلاح معرفی اسلامش میرسه، با ایشون شروع میشه، با فرد دانر شروع میشه. ایشون مدعی شده که تنها در زمان عبدالملک ابن مروان یکتا پرستی فاتحان عرب شروع به جدا شدن از یهودیت و مسیحیت کرد. یعنی قبل از عبدالملک مروان اسلامی وجود نداشته، تازه وقتی به قدرت رسیدن شروع کردن جدا شدن از الهیات مسیحی و یهودی، بس اسلام اینجا متولد شده، با عبدالملک مروان متولد شده، نه با محمد ابن عبدالله. حرفا براتون آشنا هست یا نیست؟ روی کرده تجدید نظر طلبی در مطالعات اسلامی از دهه 70 میلادی مورد انتقاد بسیار جدی قرار گرفته است. اساسی‌ترین انتقادات متکی نبودن فرضیه‌های این رویکرد بر داده‌های معتبر تاریخی است. چه مال ونزبرو، چه مال کراون، چه مال کوک، چه مال بقیه‌شون، چه دانر، چه دیگران، مشتی فرضیه بافتند، فرضیه بافتند، به بعد میان نوشتن. خب چهچه و بهبه هم فراوون صورت گرفته، میگه خب دلیلتون چیه؟ کدوم مدرک تاریخی حرف شما رو تایید میکنه؟ از جمله منتقدان این رویکرد میتوان به دو دانشمند آلمانی، تیلمن نیگل و گروگر شولر، و یک فرانسوی به نام فرانسوا دوبلوا اشاره کرد. هیچ کدومش هم مسلمون نیستن، هیچ کدومش هم ایرانی نیستن. نیگل در انتقادات عمیق خود علاوه بر بحث محتوایی میگه ما دیگه اصلا نباید از واژه ریویژنیست استفاده بکنیم، باید از واژه‌های مثل اکستریم ریویژنیزم اور اولترا ریویژنیزم استفاده کنیم. یعنی تجدید نظر طلبی افراطی، ماورای تجدید نظر طلبی. آقا شما وقتی میخواد تاریخ بخونی باید مدرک تاریخی داشته باشی. این که بیای شعر بگی، این که بیای حرفای بزنی که هیچ مستندی ندارد، اینا که اسمش نمیشه که تاریخ نگاری. با کشف نسخه های جدید قرآن در دانشگاه توبینگن در آلمان در سال 2014 که گفته میشه مطابق تحقیقات که روش کردن معاصر با زمان علی بن ابی طالب است، قرآن، این نسخه قرآن، و نسخه دانشگاه بیرمنگام در سال 2015 که گفت این معادل زمان شخص پیغمبر اسلام است، تجدید نظر طلبی در مطالعات اسلامی با مشکلات غیر قابل پاسخ مواجه شده است. یعنی این حرفایی که ونزبرو بافته، کران بافته، دونر بافته، کوک گفته، همه اینها، خب میگه آقا این نسخه قرآنه. اینا البته گفت چند ورقه، نسخه کامل نیست، نهضت ادامه دارد. خب این ذکر کردم که وقتی من میگم تجدید نظر طلبی از کجا گرفتم، نه از مارکسیستا گرفتم، نه از مورخین اون نهله تاریخی گرفتم، دقیقا توی بحثایی که توی 15 ساله خارج از کشور من دارم مطرح میکنم و با این ادبیات دارم سر و کله میزنم و نو اورینتالیسم به اصطلاح
مستشرقان نو همشون مخالف این تجدید نظر طلب هستن. من با بسیارشون هم بحث کردم. خب. حالا میخوام بگم چرا من این واژه رو انتخاب کردم. تطبیقش تو بحث ایران. من فکر میکنم عنوان تجدید نظر طلبی در مورد مسلمانان روشن فکر ایرانی به عنوان مستشرقانه آن در مطالعات اسلامی کاملا نزدیک است. مرادم این نیست که مسلمانان تجدید نظر طلب ایرانی عیناً همان حرفهای مستشرقان تجدید نظر طلب مطالعات اسلامی را زده یا میزنند. هرگز. خیر. بلکه مرادم این است که این طیف از مسلمانان ایرانی همانند آن مستشرقان غیر مسلمان در بنیادها fundamentals و اساس و ضروریات essentials origins of اسلام دارن تجدید نظر میکنن. این بحث من دقیقا سر اینه. خب حالا یه کمی دقیق تر اون بحثا رو فراموش بفرماد، میخوام مؤلفه برای اینا رو هم بگم. برای اون 4 تا مؤلفه گفتم، برای اینا میخوام مؤلفه. تجدید نظر طلبی اسلامی در ایران هم مؤلفه‌های خاص خود رو داره. اولا تجدید نظر طلبان ایرانی همانند 4 دسته قبلی مسلمان هستند، چرا که خود را مسلمان می دانند و مسلمان معرفی می کنند. ما احترام می گذاریم به همین چی که خودشون می گن رفتار می کنیم. ثانیا نکته دوم که نکته اصلی، آنها در اصلی ترین باورهای اسلامی یا بنیادها fundamentals یا اساس اسلام essentials origins که به اینا رو ببخشید من خوشم نمیاد واژه انگلیسی بگم، اما وقتی این حرفا رو به کار میبریم، وقتی اینا رو به کار نمیبریم و خیال میکنن که اینها از خودمون در آوردیم، میخوام بگم توی ادبیات مطالعات اسلامی در غرب این واژه با تجدید نظر در این امور به کار میره. بنابراین وقتی من میارمش در قلمرو ایران پیادش میکنم، حرف اضافی نزدم، حرف کاملا با مبنای زده. خب این اساس ها، این بنیاد ها به نظر آن 4 دسته قبلی، آن 4 طیف قبلی هسته سخت اسلام را تشکیل میده. هاردکور از لاکاتوش اومده. بحثم هم اصلا این نیست که بحث رو متمرکز در هسته سخت اسلام نمی کنم. چرا؟ تجدید نظر و بازنگری، اینها اومدن در این امور تجدید نظر و بازنگری کردن. واضح است که مسلمانان تجدید نظر طلب این امور را، یعنی اموری که تجدید نظر توش کردن را، هسته سخت اسلام نمیدونند. خیلی راحت میگه آقا شما میدونید، من که نمیدونم. برای همین که سلام قبول، اصلا از واژه هسته سخت استفاده نمی کنیم، چون شما اصلا معلوم نیست قائل باشید که اسلام هسته سخت دارد یا نداره. میگیم نداره، بسیار همطور که شما میگید. و اصلا معلوم نیست تجدید نظر طلبان ایرانی به هسته سخت برای اسلام قائل باشه. لذا من به جای استفاده از اصطلاح هسته سخت اسلام، از بنیادها و اساس اسلام استفاده کردم. دقیقا همون چیزهایی که وقتی میخوان ونزبرو و کوک و کرون و دیگران رو معرفی بکنن، از همون اصطلاحات استفاده کردم. منم از همون استفاده کردم. یعنی مسلمانان اینها، این اساس و این بنیادها، مسلمانان تجدید نظر از پذیرش آن ناگزیر هستند. وقتی بریم بهش بگه آقا بالاخره وحی بحث فاندامنتال در اسلام هست یا نیست، پیامبری، کلام الله بودن، اینا هست یا نیست، اسنشیال هست یا فاندامنتال هست، اساس هست سختم کاری ندارم. بالاخره اگر وحی به مثابه امر فرابشری از عالم غیب، تلک من انباء الغیب نوحی الیک، این قرآنه، ما اینا محکمات قرآن میدونیم. خب قرآن به مثابه کلام الله مجید، تبعیت محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه از وحی و نه برعکس، نه اینکه وحی تابع شخصیت بشری محمد باشد. وثاقت تاریخی قرآن، رحمانی بودن اسلام، قرآن و پیامبر، ممنوعیت کامل استفاده از زور در مقوله ایمان و دین، اگر اینها از بنیادها و ضروریات و
اساس اسلام نباشد، پس بنیادها و اساس اسلام چیست؟ این سوال خیلی صریح من، هیچ تعارفم با احدی ندارم. اگه اینا اساس اسلام نیست، پس اساس اسلام چی چیه؟ شعر مولاناست؟ اینکه وحی الهی امر بشری معرفی شود، یا قرآن به کلام محمد، یا رؤیای او، یا نوشته ای که حتی تألیفش به محمد ابن عبدالله هم قابل انتساب نیست، چه برسد به خدای محمد؟ یا محمد رهبری اقتدار طلب معرفی شود که با زور شمشیر مردم دوران خود را مسلمان کرده است. اگر اینها تجدید نظر در بنیاد یا اساس اسلام نباشد، پس بنیاد یا اساس اسلام چیست؟ مگر اینکه ادعا شود که اسلام اصلا بنیاد و اساس و هسته سخت و هیچ کدوم اینها ندارد. خب راحتیم دیگه، نداره دیگه. هر جوری دلتون بخواد میتونید بیاد این مومیه تو دست شما، هر جوری خواستید به هر شکلی که خواستید درش بیاد. اینه که گفتم از هوا نگفتم. 1400 روشن فکر دینی ایران بگه که آقا آخرین دستاورد من این است که مصحفی که دست مسلمان ها هست نه تنها کلام خدا نیست، حتی قابل انتساب محمد ابن عبدالله هم نیست. با همه اینها عنوان تجدید نظر طلبی را با ادعای حداقلی تجدید نظر در بنیادها و اساس اسلام مطرح میکنم که استدلال آن بسیار آسان است. ببینید چند تا مقدمه ذکر میکنم که راحت در مورد یکی از این ادعاها، بقیه ادعاها مثل این قابل تطبیق. مقدمه اول، باور به قرآن به عنوان کلام الله از بنیادهای اسلام است. بنیاد گفت، فاندامنتاس، اسنشیاس. مقدمه دوم، نفی این بنیاد و تغییر آن به کلام بشری تجدید نظر در بنیادهای اسلام است. مقدمه سوم، تجدید نظر در بنیادهای اسلام ارائه دینی متفاوت با اسلام است. دیگر دعاوی مسلمانان تجدید نظر طلب هم بر همین منوال قابل تبیین است. اینکه اینها تجدید نظر در بنیادهای اسلام است و یقینا از جنس اصلاح معرفت دینی یا اجتهاد ساختاری نیست و چیزی از مقوله تجدید نظر در اصول اسلام است، امری پوشیده نیست، احتیاج به استدلال هم نداره. تردیدی نیست که این تجدید نظرها به حداقل تجدید نظر در نبوت می انجامد. ما بالاخره اصول اسلام بگیم توحید، نبوت، ما این حرفایی که زدم گفته شده و من گزارش کردم حداقل میشه تجدید نظر در نبوت. شواهد تجدید نظر در توحید و معاد نیز مفقود نیست. اگه بخوام شواهد رو بگم خودش هر کدومش یه جلسه طول میکشه. به تصریح یکی از همین روشنفکران محترم تجدید نظر طلب در سال 1385 که من هنوز ایران بودم فرموده است، از ایمان سنتی آنچه برایم باقی مانده دستم را باز کردم، دیدم دو امر در آن بیشتر نیست، توحید و عدالت. این سخنی کاملا صادقانه است. من فکر نمی کنم فقط تو دسته ایشون باشه، تمام تجدید نظر طلب به همین جا رسیدن. البته توحید آن هم از جنس توحید ادیان ابراهیمی نیست. توحید ادیان ابراهیمی یعنی باور به خدای متشخص. باور ایشون از جنس دعاوی متصوفه از سنخ وحدت وجود است. عدالت هم که امری ماقبل دینی و فرامذهبی است. راستی مسلمانان محترم تجدید نظر طلب غیر از ادعای مسلمانی از اسلام چه باقی گذاشتن؟ نمایندگان اصلی مسلمانان تجدید نظر طلب در ایران، ایران معاصر، این شخصیت ها هستند: حضرات آقایان دکتر عبدالکریم سروش، استاد محمد مشتهد شبستری، دکتر محمد علی امیر معزی. خانم دکتر صدیقه وسمقی هم در مراتب بعدی به همین طیف متعلق است. خب این بحث چهارم من در اینجا. و بحث آخرم، بحث پنجم و بحث آخر، تأملاتی در نسبت نواندیشی و تجدید نظر طلبی دینی. یه مقدمه دارد و 12 نکته کوتاه. نواندیشی دینی یعنی چه؟ حد و مرزش چیست؟
تعریف آن کار ساده ای نیست. با توجه به سیال بودن این امر، بعید از کوشش برای تعریف آن به جایی برسد. علی‌رغم معدود بودن افرادی که خود را به این عنوان می‌نامند، معدود یعنی محدود، اتفاق نظری درباره مفهوم نواندیشه دینی در کار نیست. میتوان گفت تعریف آن در هر یک از قطب‌های اصلی معنون به این عنوان یا مولدان آن فرق می‌کند. در حقیقت ما نواندیشه‌های دینی داریم، نه نواندیشه دینی جمع، نه مفرد. نواندیشه دینی مدل آقای الف، نواندیشه دینی مدل آقا یا خانم ب. البته بین این مدل‌های نواندیشه دینی فصول مشترکی هم پیدا می شود. این گونه نیست که کاملا از هم متباین باشند. آنچه باعث شد که من به این بحث بپردازم در حقیقت پدیده است که می توان از بحران نواندیشی دینی یا پریشانی ساختاری در آن تعبیر کرد، به شرحی که گفتم و خواهد آمد. در این بحث به 12 نکته کوتاه اما به نظرم مهم که در فهم درست بحث و رفع سوء تفاهم ها تأثیر فراوان دارد اشاره می کنم. اولش، فعلا بحث در جواز یا عدم جواز سجده نظر طلبی در اسلام نیست. بحث در تمایز عمیق این شیوه تأملات با تأملات نواندیشانه پیش گفته است. همچنان که اسلام نو سنتی از زهدان اسلام سنتی متولد شد، اسلام نواندیش از رحم اسلام نو سنتی به دنیا آمد، اکنون باید از تولد اسلام تجدید نظر طلب از اسلام نواندیش سخن گفت. اگرچه اسلام نواندیش و اسلام تجدید نظر طلب با هر سه دسته نخست وجه اشتراکی دارند، اما وجه افتراقشان هم غیر قابل اغماز است. مسلمانان نواندیش وحی را کلام الهی می دانند و محمد را پیامبر و پیام رسان خداوند می دانند، نه پیام ساز. خیلی از نکته مهمی ها، محمد ابن عبدالله پیام را نساخته، پیام خدا را آورده. پیامبر تابع وحی است، نه اینکه وحی تابع اوصاف بشری او باشد. در اسلام خدا و توحید محور دین است، نه شؤون بشری محمد ابن عبدالله. محمد ابن عبدالله عبد، مبعوث و برگزیده خدا و اسوه حسنه حیات طیبه مؤمنانه است. اشهد ان محمدن عبده و رسوله. عبودیت نکته اول است، رسالت نکته دوم است. محمد محور اسلام نیست، مثل مسیحیت نیست که عیسی محور آن باشد. اونا مسیحی هستند، ما محمدی نیستیم، ما مسلمانیم. مسلمان تسلیم خدا. اینا دو تا اصلا دنیای متفاوت است. اینها اولین بار تا قرن 17-18 به ما میگفتن محمدان. چرا؟ ما کریستیان هستیم، شما باید محمدان باشید. ما مسیحی هستیم، شما باید محمدی باشید. هرچی داد میدن بابا ما مسلمانیم. اینا الان داره روشن فکر تجدید نظر طلب داره ما رو به محمدان برمیگرداند. اسلام مبتنی بر ایمان آزادانه و توأم با اختیار است. اسلام آوردن اجباری و توأم با زور، یعنی سلطه اقتدار طلبانه، از بنیاد با تعالیم قرآن و پیامبر و اسلام منافات دارد. خدا، پیامبر، وحی و قرآن مسلمانان نو اندیش با مسلمانان سنت نو سنتی و سنتی بسیار نزدیکتر است تا به خدا و پیامبر و وحی و قرآن مسلمانان تجدید نظر طلب. بسیار تلخ من دارم این جمله رو به کار میبرم. این نکته بقایت مهمی است. یعنی مسلمان نواندیش با دستاوردهای مسلمان تجدید نظر طلب همانقدر احساس غربت و بعد میکند که با دستاوردهای اسلام پژوهان اسلام ستیز. این نکته اول. نکته دوم، از سوی دیگر غالب دعاوی تجدید نظر طلبانه مسلمانان تجدید نظر طلب با غیر مسلمانان، اعم از اسلام ستیزان و مستشرقان، نزدیکتر است تا به مسلمانان سنتی، نو سنتی و نو اندیش. برای مثال بحث عینی بکنم، برخی آراء اخیر مسلمانان تجدید نظر طلب ایرانی با آراء اسلام ستیزان ایرانی به شکل مشخص
احمد کسروی مقتول در سال 1124 و علی دشتی متوفای 1160 نزدیک است. تطبیق مورد به مورد من کردم و هاکذا با آراء مستشرقان اسلام ستیز مثل ایگناک گولدزیهر متوفای 1912 پدر به اصطلاح استشراق نوع جدید مستشرقان گولدزیهر، جان ونزبرو که ذکرش گذشت متوفای 2002 و پاتریشیا کراون متوفای 2015 شباهت غیر قابل انکاری دارد. یعنی وقتی شخصیت محمد بن عبدالله رو میخوان معرفی بکنن، این شخصیت رو میتونم من از توی کتاب ببینید گولدزیهر در بیارم، بگم گولدزیهر محمد بن عبدالله رو چجوری معرفی کرده، تجدید نظر طرفهای ایرانی چجوری معرفی کرده، خانم کراون هم چجوری معرفی کرده، ونزبرو هم چجوری معرفی کرده. اینا دیگه بحث احتمالی نیستا. تنها فرقشان این است که مستشرقان نامبرده مسلمان نیستند، در حالی که تنها تازگی سخنان مسلمانان تجدید نظر طلب این است که ایشان دقیقا همان حرفها را به عنوان مسلمان میزنند. در این زمینه میتوان تناظر یک به یک برقرار کرد. ادعا نیستا، تناظر یک به یک. کتاب 23 سال دشتی رو بذار جلویت، برخی حرفها رو بذار سمتش، یه فارسیه. از سوی دیگر پاره دیگر از سخنان مسلمانان تجدید نظر طلب شباهت عجیبی با مسلمانان تندرو یا بنیادگرا دارد. مشخصا آن دست از آرایی که پیامبر اقتدار طلب و خدا و قرآن را حامی و مدافع خشونت و تحمیل و زور معرفی کردند. ما سالها می رفتیم تو سر کلاس میگفتیم آقا این اسلامی که این مستشرقان معرفی میکنن اسلام واقعی نیست. حالا از جبهه اسم مسلمانان بیاد بگه نه خیر هست. خنجر از پشت میزند آن که همراه من است. این ترانه دوران جوانی من بود از مرحوم فرهاد. مسلمانان نواندیش با هر دو نوع از آرا، چه آرا اسلام ستیزان و مستشرقان یاد شده از یک سو و آرا بنیادگرایانه مرزبندی مشخصی دارند. نکته سوم، هر کدوم اینا جای تفسیر دارد، میخوام همه رو کوتاه بگم که توی جلسه عرضم تمام بشه. یکی دیگر از ویژگی های مسلمانان تجدید نظر طلب عنایت ویژه‌شان به مسلمانان بنیادگرا است و سهم بزرگی است که برای ایشان در اسلام شناسی قائلند. به گونه ای تبلیغ و تبیین می کنند به نحوی که اسلام حقیقی واقعی و اولیه همین نوع بنیادگرایانه آن بوده است. کنهو آقای بن لادن نماینده واقعی اسلام صدر اسلام است. یا آقای ابوبکر بغدادی، اینها اصلا اسلام یعنی همین. مسلمانان بنیادگرا که به زحمت به 1% از کل مسلمانان جهان هم نمی رسند، همچنان که در رسانه ها و آکادمی های غربی بسیار بیشتر از آنچه که واقعا هستند نماینده می شوند، در تحلیل ها و تبیین های مسلمانان تجدید نظر طلب ایرانی هم بسیار بسیار بزرگتر از اندازه واقعیشان نمایش داده می شوند. یعنی اگر بنیادگرایان اینقدر بزرگ نمایی نشوند، جدول اسلام شناسی تجدید نظر طلبان ایرانی جفت و جور نمی شود. اسلام باید این باشه، اسلام داعش باشد و اسلام القاعده باشد و اسلام طالبان باشد و اسلام جریان مسلط بر ایران باشد، تا اون وقت حرفهای تجدید نظر طلبه آقایون و خانمات صادق در بیاد. برای این نکته از آثار تک تک مسلمانان تجدید نظر طلب ایرانی مدرک منتشر شده در دست است. تک تکش این که بردارن بنویسن که آقا فقه شیعه همان حرفای داعش است. خب شما تفکر سنتی رو میشناسید؟ حرف سید احمد خانساری رو خوندی که در مورد دماغ چی گفته؟ نکته چهارم، ممکن است گفته شود شباهت شگرف آراء مسلمانان تجدید نظر طلب با اسلام ستیزان و جریان خاصی از مستشرقان
و نیز با مسلمانان بنیادگرا اتفاقی است. این شبهات ها اتفاق فرمودن در جواب بنده عرض فرمودن. به علاوه اصلا چنین شبهاتی بازم گفتن چه اشکالی دارد؟ مگر هرچه مسلمانان بنیادگرا جریان خاص مستشرقان و اسلام ستیزان گفتن نادرست است. مهم این است که گفته شود آرا تجزیه نظر طلبانه کجایش و چرا نادرست است. حرف خیلی است. حرف خوبی است. بنده در جای دیگر به تفصیل آرا یکی از این مسلمانان تجزیه نظر طلب را نقد کردن. این تمام کار زندگی ما گذاشتم کنار، این تابستون 15 جلسه بنده بحث چالش اسلام و قدرت مطرح کردم از دی 99 تا مرداد 1400. در فرصت‌های بعدی هم رأی دیگر تجدید نظر طلبانه ایرانی در این که قرآن نه کلام خداست نه ساخته محمد ابن عبدالله را به همان سیاق نقد خواهم کرد، فرصت پیدا کنم. اما فعلا بحث‌های دیگری مطرح است. اگر بحث محتوایه بفرمایید جواب بدید. پنجم، آیا می شود کسی را به بهانه تجدید نظر طلبی خاموش کرد؟ کلا و حاشا. هر کسی مجاز است هر چه به نظرش می رسد بر زبان براند و احدی حق ندارد اظهار نظر دیگری را ولو غلط بداند محدود کند. به عبارت دیگر آزادی بیان خصوصا در ابراز آرای غیر ارتدوکس دینی به هیچ وجه قابل نقض نیست. هر محدودیتی به هر بهانه در این زمینه به ضرر بالندگی و شکوفایی فکر دینی تمام می شود. من تمام قد از حق آزادی بیان مسلمانان تجدید نظر طلب ایرانی بلکه دیگر تجدید نظر طلبان و منتقدان اسلام دفاع می کنم. نقد کردن هیچ منافاتی ندارد. شما آزادید حرفاتون رو بزنید، منم از آزادیتون تا آخرین لحظه دفاع می کنم. پس بحث ما در این نیست که شما نباید حرف بزنید. نه خیر، حرفاتون هر جور دوست دارید بزنید. اصلا کاری نمیشود کرد. خوشبختانه تو این فضای با این شبکه‌های مجازی و با این تکنولوژی جدید اصلا امکان محدودیت نیست. حالا توی ایران جمهوری اسلامی هم که از همه چیز عقب، تو اینا هم هنوز مثل ایران و روسیه و اینا سانسور میکنن، اینا به تاریخ خواهند پیوست. نکته ششم، آیا ابراز هر رأی ولو به نظر دیگران کاملا نادرست و خلاف محکمات کتاب و سنت باشد باعث خروج گوینده از اسلام نمی شود؟ سوال خیلی مهم نیست. یعنی آیا باعث ارتداد نمیشه؟ اینجور حرف ها بزن. خیر، تا زمانی که گوینده خود را مسلمان معرفی می کند محکوم به مسلمان بودن است و با او معامله مسلمان می شود. قرار نیست گوینده این آراء تجدید نظر طلبانه مرتد معرفی شود، خصوصا اینکه در کتاب مجازات ارتداد و آزادی مذهب نقد مجازات ارتداد و سب النبی با موازین فقه استدلالی که در سال 1393 من منتشر کردم، ترجمه انگلیسیش هم چند ماه قبل در اومد، ترجمه عربیش هم زیر چاپ انشاءالله، ویرایش دوم فارسیش هم گوش شیطان کرد به زودی در آلمان منتشر خواهد شد، اونجا استدلال کردم که تحقیقاً هیچ مجازات دنیوی برای مرتد وجود ندارد. نه اعدام، نه انتقال اموال به وارث و نه جدایی از همسر. هیچ مجازات دنیوی. با صراحت عرض می‌کنم با امر اندیشه‌ای باید مواجهه اندیشه‌ای کرد، نه مقابله حذفی. اگر برهانی قوی در کف است چه نیازی به حذف و ایجاد محدودیت؟ اینا رو ذکر کردم که بدانید من از کدام موضع دارم صحبت میکنم. نکته هفتم، اما یک پرسش جدی مطرح میشود. آیا تفسیر غلط از اسلام وجود دارد؟ یا هر کسی حق دارد هر جور دوست دارد اسلام را تفسیر کند؟ آیا هیچ کس حق ندارد تفسیر و قرائت دیگری را هر چه باشد نادرست بداند و بر نادرستی آن اقامه دلیل و برهان کند؟ آیا این که از امر واحد تفسیرهای مختلف ممکن است معنایش این است که هر تفسیری میتواند درست باشد و هیچ تفسیر و برداشت نادرستی وجود ندارد؟ در میان مسلمانان تجدید نظر طلب این گرایش به چشم میخورد که نقد را به یکی از این دو حربه عملا محکوم میکنند.
یکی این که گویی نقد رأی تجدید نظر طلبانه آنها نقض حق آزادی بیان ایشان است. من با صدای بلند اعلام میکنم بنده از آزادی بیان تک تکتون دفاع میکنم. بس این حرف رفت کنار. دیگری نقد رأی تجدید نظر طلبانه آنها به معنای صادر کردن حکم ارتداد و خروج آنها از اسلام است. بنده اصلا اسمشو گذاشتم مسلمانان تجدید نظر طلب، تا این بهانه رو از دست شما بگیرم. اگر مسلمانان تجدید نظر طلب چون این تمایلات یا توهماتی دارند، بدانند که آزادی بیان انحصاری به امثال ایشان ندارد و منتقدان هم همانقدر به اندازه ایشان حق دارند آراء انتقادی خود را ابراز کنند و آراء تجدید نظر طلبانه را نقد کنند. نقد قول نقد قائل نیست. من با تک تک این آقایون دوستم، اما با آرایشون حرف دارم. این هیچ ربطی نداره. دوستی هم که از ایران ذکر کرد که آقا رابطش رو قطع کرد، نه خیر، بنده رابطم با احد قطع نکردم. اینا برادر مسلمان من هستن، خواهر مسلمان من هستن، روابط بر جای خودش باقی است. اما نقد دارم، حرف نقدم جواب دارد. حرف نادرست زدن به زعم من معناش قطع رابطه نیست. مسلمانان تجدید نظر، مسلمان تجدید نظر طلب مجاز است بگوید اسلام این گونه است که او فهمیده است. منتقد هم حق دارد بگوید به این دلایل این گونه معرفی کردن اسلام نادرست است و منجر به انحلال اسلام می شود. راحت حرفامونو می زنیم با هم دیگه. زمانی که آراء ابراز شده دقیقاً به تغییر ماهیت اسلام یا تغییر اسلام، هسته سخت اسلام مربوط می شود، بنا به قول کسانی که به این تعبیر باور دارند، یعنی بحث در مؤلفه‌های اساسی و اجزای بنیادی اسلام از قبیل و کلام الله، پیامبری و بعثت پیامبر است، همان قدری که تجدید نظر طلب حق دارد داد سخن بدهد، منتقد هم اخلاقا مجاز است در نادرستی چنین رویکردی استدلال کند و رویکرد تجدید نظر طلبانه را انحلال اسلام معرفی کند. این با شنونده خردمند است که مدعای تجدید نظر طلبان را بپذیرد یا رویکرد نواندیشان منتقد ایشان را. در بازار اندیشه هر کسی آزادانه متاع خود را عرضه می کند. این که مشتری متاع چه کسی را بپذیرد به خرد او موکول است. قوت استدلال و متانت برهان و مرغوبیت متاع است که بازار را به دست می گیرد، نه چیز دیگر. حالا نکته بعدی، برگردم به پرسش کلیدی. آیا مسلمانان تجدید نظر طلب معیاری برای تفسیر نادرست از اسلام ارائه کردند؟ اگر ارائه فرمودند آن معیار چیست؟ بفرمایید ما یاد بگیریم که بدونیم بر اساس این معیار تفسیر الف از اسلام غلطه، تفسیر ب یا تفسیرهای ب و جیم و دال میتواند درست باشه. اگر هم معیاری برای غلط در اسلام ندارند، دیگر بحثی باقی نمیماند. در نسبیت مطلق پسامدرنیته که هر تفسیر و برداشتی درست است و هر تفسیر و برداشتی درست است و امر نادرستی وجود ندارد. راحت همه هر حرفی بزنن، هر تفسیر از اسلام بکنید همونه. اصلا مبنو هم درست کردن، یه مصاحبه با من کردن که به انگلیسی و آلمانی، حالا باید زود منتشر بشه، ماها قبل انجام گرفته، میخوان از طریق مصوبه به همینجا برسن. ما یه مخطعه داریم، یه مصوبه داریم، میگه آقا هر کسی هر حرفی بزند ثواب همان است. خب بفرمایید دیگه دعوایی نیست. در چنین زمینه چرا نظر مسلمانان تجدید نظر طلب درست است و نظر اسلام ستیزان هم از مستشرق و غیر مستشرق و بنیادگرایان درست نباشد؟ همش درسته دیگه. بالاخره پدیدارشناسانه همه اینها اسلام نیست؟ در آنارشیسم فکری حقیقت و فضائل اخلاقی بیش از همه چیز فدا می شود. اسلام نواندیش برای اصلاحات معرفتی خود ضابطه و معیار دارد و آن این است که هیچ امری قابل انتساب اسلام نیست اگر ناسازگار با کتاب و سنت معتبر و عقل قطعی باشد. وقتی تجدید نظر طلب کتاب و سنت رو از حجیت و معیار بودن ساقط میکند، نفر بدین تو هوا صحبت میکنن، معیار قرار شد دیوان شمس تبریزی و مثنوی معنوی باشد. وقتی نار از حجیت ساقط میکند، به چه دلیل ادعای او اسلام است؟
اینکه مسلمان تجدید نظر طلب ادعا می کند محصول ایشان اسلام است کافی نیست. اسلام ضابطه دارد، کتاب و سنت، وحی قرآن. قرآن تجدید نظر طلب الهی نیست و محکوم به صفات بشری است. به طریق الله سنت پیامبرش همچنین است. اصلا خدا کسی را فرمودن مبعوث نکرده است. بدون تعارف با آراء تجدید نظر طلبان از اسلام چه باقی میماند یا مانده است؟ همین که فرد خود را مسلمان بنامد کفایت نمی کند که آنچه او تولید کرده اسلام باشد؟ علاوه بر آن که بر ضعف و بطلان هر یک از آراء تجدید نظر طلبان ادله و براهین فراوان اقامه شده است. نکته بعدی، به نظر می رسد گوش مسلمانان تجدید نظر طلب بدهکار ادله و برهان منتقدان نیست. ولی بنده 15 جلسه استدلال کردم، صدایی از کسی بر نخواست. پاسخ مستدلی از ایشان نسبت به این انتقادات به گوش نمی رسد. پاسخهای موجود تنها توجیهی غیر قابل پذیرش است. حداقل می توان گفت که از منظر سه دسته دیگر مسلمانان، یعنی سنتی ها، نو سنتی ها و نو اندیش ها، پاسخهای ایشان تجدید نظر طلب های مسلمان به هیچ وجه قانع کننده نیست. با توجه به این که بحث دقیقاً در بنیادها و اساس اسلام است. مباحث تجدید نظر طلبانه مسلمانان تجدید نظر طلب را همانند مسلمانان تندرو و بنیادگرا عذر می‌خوام. مباحث تجدید نظر طلبانه مسلمانان تجدید نظر طلب را همانند مسلمانان تندرو و بنیادگرا از بدنه اصلی مسلمانان به حاشیه رانده است. حازمه اصلی جهان اسلام اگرچه مسلمانان سنتی، نو سنتی و نو اندیش خود را از خود می داند، اما نسبت به دو گروه یاد شده، یعنی بنیادگرایان مسلمان و تجدید نظر طلبان مسلمان که دو سر طیف مسلمانان معاصر هستند، مقاومت نشان می دهد. نکته اصلی در اینجاست که این سه دسته، یعنی سنتی ها، نو سنتی ها و نو اندیش ها، جمعاً حدود 99% مسلمانان دنیا را تشکیل می دهند. بین این دعاوی و مسلمین ها، یعنی این اکثریت قاطع مسلمانان، بین این دعاوی و ادعای مسلمانی تنافی می بینند. یعنی برای ایشان قابل هضم نیست که چطور می شود فردی دقیقاً حرف های اسلام ستیزان، جریان خاص از مستشرقان و بنیادگرایان تندرو را بر زبان براند و تحصیل کرده هم باشد و مسلمان بماند. این تعارض منطقی بین دعاوی تجدید نظر طلبان و اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان که مستند به ادله ای از محکمات کتاب و مسلمات سنت است، باعث شده این گمان تقویت شود که تجدید نظر طلبی بیش از آن که دلیل معرفتی داشته باشد، علت اجتماعی و خصلتی دارد. یعنی بیش از این که دلیل داشته باشه، علت دارد. دلیل رو با استدلال میشه حل کرد، علت رو چه کارش باید کرد؟ هم علت اجتماعی هم علت خصلتی. نکته بعدی، چه جریان هایی از روشنگری در تمایز صفوف و طیف ها نگرانند و از آن واهمه دارند؟ دو جریان مسلمانان تندرو یا بنیادگرا و مسلمانان تجدید نظر طلب، اینها خوششون نمیاد از این حرفا، این تمایزها رو بسیار مکروه و ناپسند میدانند. طیف نخست، یعنی بنیادگرایان، خود را پشت سر اسلام سنتی پنهان کردند و تمایز صفوفشان را از ایشان به جلو سوء استفاده از این عقبه مهم میگیرد. مایل نیستند، میخوان از این حوزه های علمیه که سنتی هستند به نفع خودشون مصادره کنند. البته آنها با تفکیک مردم به خودی و غیر خودی، هر که از رهبر سیاسی ایشان که او را به عنوان رهبر دینی مسلمانان جهان، حالا نه حتی رهبر دینی شیعیان جهان، رهبر دینی مسلمانان جهان معرفی میکنند، هر که از او اطاعت نکند و احیانا سخن متفاوت و مخالفی بر زبان براند، او را به انها اتهامات از حقوق انسانی محروم میکنند و اگر مخالفتش را ابراز نکند، با حربی غیر انقلابی ساکت و غیر بصیر می نوازند. اما برخی مسلمانان تجدید نظر طلب، نه البته همشون، به شدت از تمایز صفشان از نوع اندیشه دینی واهمه دارند. چرا که با بیان تمایز رویکرد تجدید نظر طلبانه، با بیان تمایز رویکرد تجدید نظر طلبانه و ساختار شکنانه آنها افشا می شود و تا اطلاع ثانوی
آفتابی شدن این که حرفه آنها اصلاح اصل دین است، نه اصلاح معرفت و عمل دینی، یعنی اصلاح خود کتاب و خود سنت و ارائه روایتی از اسلام است که تناسبی با کتاب و سنت ندارد، به مصلحت بازار آنها نیست. لذا منتقدان نواندیش خود را به روش‌های غیر معرفتی و ضد اخلاقی متهم می‌کنند. ذکر نمونه‌ها هدر دادن وقت است. بهترین روش تضارب آرا، گفتگوی خردمندانه و پاسخ به نقد هاست. نکته بسیار مهم. با توجه به این که آقای خمینی در سال 1357 در معرفی جمهوری اسلامی تقیه یا توریه کرد، یک نمونهش رو ذکر میکنم، ده ها نمونه داره، یک نمونه. مارکسیست ها هم در بیان آراء خود آزادند. این 57، سال 60، بشکنید قلم ها را. خب اون حرف اول که زدید چی بود؟ تقیه کردید؟ توریه کردید؟ با توجه به اینکه آقای خمینی در سال 57 در معرفی جمهوری اسلامی تقیه یا توریه کرد و روشن فکر معنویت گرای فرادینی هم بیش از یک دهه در معرفی نسبت خود با اسلام همین روش را پیش گرفته بود و من شخصا حوالی سال 85 به طور خصوصی این نکته را به ایشان متذکر شدم، اکنون این پرسش قوی مطرح است که آیا روشنفکران مسلمان تجدید نظر طلب در ادعای مسلمانی تقیه و توریه نمی کنند؟ امیدوارم من اشتباه کنم. بار دیگر تکرار می کنم، تا کسی صریحاً اسلام را انکار نکند مسلمان محسوب می شود و به لوازم گفته ها و اعمالش اخذ نمی شود. آخرین نکته، برخی نواندیشان غیر مولد هم بین نواندیشی دینی و تجدید نظر طلبی دینی در حال دست و پا زدن هستند. نیازی به ذکر اسمشان نیست. ای کاش همگی تناسبی بین دانش و دعاوی خود برقرار می‌کردیم و با صراحت بیشتری با رعایت موازین اخلاقی دعاوی خود را مطرح می‌نمودیم. این بحث استعداد گسترش دارد و به امید خدا در فرصت‌های بعدی تکمیل خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از صبر و تحمل همه دوستان سپاسگزارم و در خدمت سوال شما هستم. سوال اول، چرا بحث روشنفکری دینی بعد از انقلاب را به دهه 70 معطوف کردی در حال که این مباحث با دکتر سروش شروع شد، یعنی اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70، خیلی زودتر از 1376؟ خیر، بنده اینو نکردم، همه این مباحث رو گفتم، یه بخشش رو عرض کردم، بحث به اوج رسیدنش رو عرض کردم نه شروعش. 69 این بحث، هم بحث آقای مشتد شبستری در علم و دین مطرح شد چند ماه قبل از آقای دکتر سروش، بعدش بحث قبض و بست ایشون شروع شد 69، تا رسید به اینا زمین ساز بود شد 76. 76 با اصلاحات سیاسی به اوج رسید. شما اون نوشته من حالا خواهید دید، دقت بکنید، من اوجش رو ذکر کردم نه اصلش. افرادی همچون مطهری طالقانی، سروش، جوادی آمادی را در کدام مکتب‌ها و طبقه‌بندی کرد؟ خب من که عرض کردم اینه مال بعد از انقلاب، قبل از انقلاب بحث دیگری است. مرحوم آقای مطهری رو عرض کردم که ایشون فی الواقع سنتی، مثل آقای منتظری سنتی متمایل به نوگرا بودند. حالا آقایون دیگه هم، آقای طالقانی، خب ایشون هم در بحث فکری کمتر دارن، اما بحث تفسیر قرآنشون هست و اینا بیشتر در مبارزه سیاسی عنایت داشتن، اما در اون بحثایی که مطرح کردن بیشتر نوگرایانه به اصطلاح بوده. آقای جوادی آملی هم عالم سنتی هستند. بله. منتها خب یک مواردی هم ایشون وارد بنیادگرایی شدند
هم سال 76 در سخنرانی پرمشکلشون در زمانی که منجر به حصر آقایون منتظری و آذری قومی شد که من در کتاب فراز و فرود آذری قومی به تفصیل نقد کردم، و هم در کتاب اصطلاح ولایت فقه و عدالت اونجا کاملا موازهی دارند که مثل آقای مؤمن و دیگران بودن. حالا من به احترام واردش نشدم، نمیخواستم همه موارد رو ذکر کنم. ایشون بین سنتی و بنیادگرا رفت آمد میفرم. بله دیگه آقایون دیگر هم که گفتم در گفتگوهای پیشین به اندیشمندانی چون شیمل، ارنست، چیتیک و نصر اشاره کردید، کتاب هاشون بسیار مفید بود. ممنون میشم تعداد دیگری از این اندیشمندان رو هم معرفی کن. خب الحمدلله، بله اینا متفکران بسیار مهمی هستند و خدمات بسیار زیادی هم کردند. اقبال، ببینید مسلمانان دنیا، این ایرانی ها مثل یه جزیره توش موندن که فقط برای حرفای برای خودشون میزنن، در حالی که اینا حرفاشون تنین بین المللی داره. این آن ماری شیمل استادی شاگردای تربیت کرده، سه تا شاگرداش رو من توفیق ملاقات با هر سه تا رو داشتم، هم مرحوم محمود ایوب بود استاد راهنمای رسالش بوده، هم ویلیام چیتیک بود، و بیش از همه کارل ارنست بود. یکی از کسانی که تجدید نظر طلبی مستشرقان رو به شدت در کتابش محکوم کردن کارل ارنست. یادم اولین بار برای که حقش هم ادا بشه من این واژه رو از او شنیدم، و در کتاباش که استفاده به اصطلاح توی کلاس ها درس میدم، How to read the Quran and following Muhammad، چگونه قرآن بخوانیم، بحث محتوایی است و بحث قرائت نیست، و پیروی از محمدش، اقتدا به محمدش به فارسی ترجمه شده، دوباره هم ترجمه شده، ای کاش How to read the Quranش هم که یکی از بهترین کتاب‌های عمومی قرآن شناسی است غیر تجدید نظر طلبان است، به فارسی ترجمه بشه تا بعد این نهلهی که آمدن جز مترجمان دارت المعارف قرآن خانم مکالیف هستن توی فارسی، اینا نوعا تجدید نظر طلب است، معلوم بشه تمایز این صفوف از همدیگه مشخص باشه. دکتر نصرم که خب هم اخیراً باش من گفتگو کردم، هم کتاباش اشهد بالله، یعنی حقیقتاً میتونم بگم در دفاع از اسلام بهتر از مجموعه کار مسلمانان تجدید نظر طلب ایرانی است. عملاً در خدمتی که کرده با همه حالا اشکالاتی هم که بهش وارد است. بله متفکران دیگه هم داریم، من اینا رو معرفی کردم، حالا اسمشو نیاوردید. فضل الرحمن، متفکر پاکستانی الاصل آمریکایی که استاد بسیاری از همکاران من در مطالعات اسلامی بوده، الان 1910-1980 از دنیا رفته، خوشبختانه برخی از کتاباش به فارسی ترجمه شده، هم را به انگلیسی نوشته. اگر چیز ترجمه نشده من توصیه میکنم حتما ترجمه کنید، بسیاری مقالات ارزنده داره. این یکی از متفکران بسیار خوبه آقای فضل الرحمن. یه متفکر دیگری که نسبتاً جوانم هست، یعنی 50-60 سالش هم بیشتر نیست، میگه تو حوزه فکر رو میگم جوان است، آقای خالد ابوالفضل است. ایشون در دانشگاه UCLA دانشکده حقوق هست. این کتابی که در مورد شریعت نوشته میتونم بگم بهترین کتابی است که به انگلیسی حداقل، تو زبان دیگه من سراغ ندارم، در مورد شریعت نوشته شد. اینو کارا رو مقایسه بکنید با کاری که تجدید نظر طلبای ما کرده. یادم یه صحبتی من یک از این نهاد سازمان ملل دعوت کرد که من برای همسایه‌های افغانی صحبت کردم به فارسی. بعد همینا رو معرفی کردم چون اونا اهل سنت بودن. گفتم آقا ببینید آیا خانم آیون، ما اگه بخوام اسلام رو بشناسیم، اسلام طالبان اوناست، ببین این اسلام، اسلام فضل الرحمنه، اسلام خالد ابوالفضل، این هم یه اسلامه. یک متفکر تراز اول دیگر است به نام محمد طالبی، تونسیست، به انگلیسی هم طالبی می نویسن، بعد به فرانسه نوشته و به عربی نوشته، اندکیش به انگلیسی نوشته. من انگلیسی و عربیش رو دیدم، فرانسه رو هم گزارشاش رو خوند.
واقعا یکی از کسانی است که این کتاباش حتما باید به فارسی ترجمه بشه. بسیار متفکر، بس متفکر مدرن و وفادار به اصول کتاب و سنت. در بحث ارتداد بهترین بحثی که من خوندم از محمد طالبی است و تو مقدمه ویرایش دوم ارتداد، کتاب ارتدادم، به فراوانی بیش از هم از او تعریف کردم و نقل کردم. اون مقدمه، این تقسیم بندی که من اینجا کردم، منهای تجدید نظر طلبیش همه رو اونجا آوردم، یعنی سنتی ها و نو سنتی ها، هم در میون شیعه هم در میون سنی، از محمد عبده تالار این رو آوردم اونجا که امیدوارم بتونم این رو به فارسی منتشر بکنم. یه مژده‌ام براتون دارم، این ناشر در همین اندیشه‌های نو، در اندیشه‌های نو در آلمان به من داد که تونسته چون متن فارسی رو به کتاب الکترونیکی در آوردن کار بسیار سختی است، اونو که اهلش هستن میدونن. خلاص خوشبختانه بعد از چندین ماه زحمت کشیدن موفق شد و به زودی شما میتونید کتابای من و دیگران رو از این ناشر محترم ایرانی در آلمان به شکل الکترونیکی دریافت بکنید. حالا اینکه چجوری از ایران پول بفرستید، با بیت کوین بفرستید یا کار دیگر، اون درشی که خودتون بلد باید راهشو پیدا بکنید. اما از این سمت که نمیشد نسخه کاغذی رو به ایران آورد، حالتون الحمدلله ایشون حل کرده، براش آرزوی موفقیت دارم. حالا اون حکمت ستیزی و بی اخلاقی رو به من مژده‌شو داد، امیدوارم اون دو جلد بعدی هم به زودی به این مسئله کتاب الکترونیکی نائل بشه. بله، حالا این متفکران دیگری هم هستند. همون مقدمه رو که لااقل به انگلیسیش اون رو میتونید اگر فراهم بکنید، من اسم حدود 40-50 تا متفکر بین المللی اسلامی رو، چه سنتی، چه نو سنتی و چه به اصطلاح نو اندیش رو معرفی کردم. فارغ از این که باش موافق باشم یا مخالف، همه رو بردم. بسیاری از اون ایرانی هم توش هستند، فراوان هستن. بله، مشکل اینجاست که بزرگانی چون سروش و نصر افکار خود را اساس اسلام می‌دارند و دیگران را به برداشت قشری متهم می‌کنند. خب حالا بگذاریم، امیدوارم لااقل در مورد دکتر نصر بعید می‌دونم چون این باشه، افکار مختلفه، اینا شما باید به احترام گذاشت. در مورد آقای سید کمال حیدری و مباحث مطرح شده ایشان چیست؟ خب ایشان عراقی هستند، من حواسم بود، من مسئلم رو ایران گذاشته بودم و الا بسیاری از متفکران عراقی در ایران هستن. آقای مدرسی، محمد تقی مدرسی هم هست در نجف، کسان دیگری هم هستند که مباحثی مطرح کردند. من به این دلیل وارد بحث، وقت مختصر چه استرا محدودتر میکنی عمیق‌تر میشه. آقای حیدری بین نو اندیشی و تجدید نظر طلبی داره دست و پا میزنه، یعنی دو نوع قول من ازش دیدم، برخش نواندیشانه هست و برخش تجدید نظر طلبانه. این که کدامش مسلط بشه به نظرم هنوز به حالت ثبوت نرسیده، یا لااقل من نخوندم همه را. بخشش که خوندم، من آرا تجدید نظر طلبانه ازشون خوندم، آرا نواندیشانه خوندم، امیدوارم که موفق بشه که به شکل نواندیشانه پیش بره. آقای مهدی حائری یزدی و آقای ملکیان جزو کدام دسته هستند؟ آقای مهدی حائری یزدی، خب چون من سعی کردم بیشتر احیا رو بهشون بپردازم، زندگان رو بپردازم، خب ایشون جزء نواندیشان هستن. به کتاب حکمت و حکومتش، کتاب ماندنی است، نقطه عطف در فلسفه سیاسی شیعه هست. آقای ملکیان هم معرفی کردم اونجا، نوع به اصطلاح متفکر و معنویتگرای فرادینی، منظور ایشون بودن. ایشون از اسلام گذشتن، به صراحت ذکر میکنن، وقتی ذکر میکنه که موارد مختلف، لذا خودشون رو در اون پنج مرحلهی که ذکر کردند از نواندیشی دینی کلن گذشتن، از اگزیستانسیالیسم نوان گذشتن، خودشون یک چیز درست کردن به نام معنویت و عقلانیت که میتونید بخونید. رضا ایشون رو هم بنده میگم، هم دیگران هم نوشتن، همه نواندیشان همین رو به همین نتیجه رسیدن که ایشون به صراحت خودش، به اصطلاح به تصریح خودشون، از این مراحل گذشتن. به هر حال میخوان از راه دیگری غیر دین، یعنی معنویت ایشون معنویت جانشین دین است، رو توجه داشت. اسپریچوالیزم در غرب
به کسی میگویند که معنویت را از درون ادیان دنبال نمی کند. امر مشترک و امر فرادینی و وقتی هم کسی به اینجا میرسد که آقا برهان شرط تمام است. برهان شرط تمامی که جایی برای وجود خدا باقی نمیگذاره. حالا برسیم به خدای غیر متشخص و این حرفا، اوناش دیگه بحث دیگه است. لااقل در مورد ادیان ابراهیمی ایشون به نتیجه ناتمامی اینها رسیدند. بیشتر از اینم بنده نمیدونم. دیگه الان دارن رو اسپینوزا کار میکنند و دیگران که ان شاءالله موفق باشه. اون صحبتی هم که کردن 85 من شخصا به خود ایشون صحبت کردم. از دوستان من هستن، خدا حفظشون بکنه. اسلام شریعتی از کدوم نوع بود؟ شریعتی مال 56 قبل از انقلاب بود. ایشون اون وقت فقط نواندیش بود و سنتی. خب ایشون نواندیش بودن، روشن فکر بودن، یعنی دوگانه بودن اون زمان. دو تا بود، 5 تا نبود که ما بخوام ببینیم تو کدام یکی از اینا میگنجه. اگر شریعت امروز می بود وقت میشد در موردش صحبت کرد، اما شریعتی در همون کلیت نوگرایی باقی میماند. حالا شریعتیست ها اینا خودشون هم نو شریعتی میدانند. خیلی از دوستان من همشون دوستان بنده هستن. اینا خودشون نو شریعتی میدانند. آقای دکتر آقاجری و آقای احسان شریعتی و خانم سارا شریعتی و آقای رحمانی و دیگران، اینا اسم خودشون رو نو شریعتی میگذارن و یه تفسیر جدیدی ذکر میکنن. اینا هم جز نو اندیشان محسوب میشن. این نهله پیروان شریعتی جز نو اندیشان محسوب میشن. نو اندیشان دین. خب پرسیدند آیا آقای دوجناب آقای دکتر سروش سخت تحت تأثیر دوران روشنگری در اروپا نیست و درگیر مقوله‌ای به نام عقل مدرن که تاریخش منقضی شده است و از این رو نه تنها به این معرفت دینی خدمتی نکرده که به آن صدمات اساسی وارد نمودند؟ حالا ببینید، اول در مورد آخریش بگم. آقای دکتر سروش، آقای جناب آقای شبستری، اینا همشون ذکر کردم. من تو همون مقاله که زودتر از همم 5-6 سال پیش نوشتم منتشر کردم، 6 سال قبل، به خدمات فراوانشون اشاره کردم. تو همین چالش اسلام و قدرت هم شماره آخرش باز خدماتشون رو، دو شماره آخرش خدمات رو ذکر کردم. ما که نباید بی انصاف باشیم. بالاخره آقای سروش خدمات فراوانی کرده به تفکر دینی معاصر، در نفی، در نقد جزمگرایی و در این که لازم است در مطالعات دینی به فلسفه دین توجه بشه، ایشون خدمات فراوانی کرده. فلسفه علم رو خیلی خدمت کردن. من خدماتش رو اینجا آوردم. اما ببینید، من به اون بخش آرایشون نقد دارم. به شخص ایشون احترام دارم، از دوستان من هستن، به جای خودش براشون آرزوی سلامتی میکنم. اما به اون بخشش بنده انتقاد دارم که به تجدید نظر طلبی در بنیادها و اساس انجام اشکالم به اوناست. حالا اینکه، حالا بریم بخش اول سوالتون، تحت تأثیر چی هست؟ این همون علتی است که ذکر کردم. ببینید یه وقت میگیم دلیل، من ادله رو نقد کردم، منتظرم جواب بدن. خب وقتی هم آدم نقد میکنه احترام میگذاره دیگه، حرف بی اهمیته که نقد نمیکنه، مگر حرف نامربوط زیاده. الان هم خیلی ها میزنن، میان برای منم ده ها ایمیل میاد آقا چرا حرف فلان فرد رو نقد نمی کنی؟ میگم ارزش ندارم، واقعش به این بیان نمیگم، میگم فرصت ندارم. اما روی مسئله وقت گذاشتم چون اهمیت داشت، شنونده داشت و من مایل بودم به دلیل خدمات قبلی ایشون این مواردی که قابل نقد میدونم به عرض ایشون برسه و شنوندگانش. وظیفه‌مو انجام دادم دیگه، بقیه‌اش به خودشون. اما این که گفته میشه تحت تاثیر فرض کنید عقل مدرن اروپاییست یا نه، اینا علت بحثه. ما باید بتونیم مدرک اقامه بکنیم برای این. کار دشواری نیست، احتمالش هستا. یعنی احتمال این که فرض بکنید ایشون تحت تأثیر این جریان باشه، آقای شبستری تحت تأثیر الهیات پروتستان آلمانی باشه، خب احتمالش خیلی شدید، احتمالش خیلی بالاست. اما این علت هست. هر کسی ممکنه تحت تأثیر هر چیزی باشه، اینا اشکالی ندارد. مهم اینه که این استدلال بشه، نقد بشه، بررسی بشه و پیش بره. حالا به هر حال ایشون پاسخ خواهند داد حتما. علامه مفتیزاده در کجای این تقسیم بندی قرار میگیرد؟ مسلمانان نواندیش بدون تردید، رحمت الله علیه. این بحث من اختصاصی به شیعه نداشت، همه مسلمانان ایرانی رو شامل میشه. و من خوشحالم که شما یاد ایشون کردید، یادم رفتی رو حتما تو متن کتبی اضافه میکنم. احمد مفتیزاده
یکی از شاخصترین متفکران نواندیش اسلام ایران، اسلام در ایران بوده. بسیاری از آرایش واقعا قابل احترام است. ببینید من یکی از آرایش اینجا نقل میکنم. خیلی شجاعت میخواد در بین اهل سنت که بیای بگی که بعد از خلفای راشدین اسلام از خلافت به ملوکیت وارد شد. یعنی تمام بنی امیه ایشون ملوکیت میدونه. خیلی در میون اهل سنت رأی شجاعانه است. و بسیار از آراء ارزنده دیگه هم دارد. خدا به من توفیق بده که من ویرایش بعدی سم چهارم پنجم کاری که کردم رو در حد یک کتاب است منتشر کنم. همینطور افراد دیگری هم از در اهل سنت هستند که من اگر حافظم یاری بکند فرد دیگری هم بودن، آقای ناصر سبحانی اگر اشتباه نکنم، حالا دوستانی که تشریف دارن به من یادآوری بکنن. من در مورد ایشون هم تحقیق کردم، هنوز منتشر نکردم. ایشون اعدامش کردن، مثل آقای مفتیزاده که عملاً به خاطر طول زندان به اصطلاح چیز شدن، از دنیا رفتن. خب اینها من وظیفه خودم میتونم از اینا دفاع بکنم، از همه مظلومینی که فرصت دارم و کمکی کردند به حقیقت و اسلام در ایران دفاع خواهم کرد، سنی باشند یا شیعه. بله. کسروی رو از کدام گروه میدانید؟ تا چت کسروی رو کرس کردم. ببینید کسروی مورخ بزرگی است، یعنی تاریخ 18 ساله آذربایجان، تاریخ خوزستان، تاریخ مشروطش جز بهترین کتاب‌های مشروط است. یعنی چند کتاب اول اون دوره رو کسروی نوشت، بسیار کتاب خوب. بعد در دو ناحیه وارد شد، یکی در ناحیه تهذیب زبان فارسی و دیگری در ناحیه تهذیب تشیع و اسلام. این دو جا اوضاع مشکل دارد، بنابراین کسروی رو باید تفکیک کرد. ضمناً بنده در همون کتاب ارتداد به شدت به ترور کسروی حمله کردم، گفتم فدایان اسلام غلط کردند، کسروی رو رفتن توی دادگستری کشتند. کسی میره میکشه که بی‌منطق باشه؟ به کسروی باید پاسخ داد، نباید کشتش. همونه که بعد رافق تقی نویسنده دگراندیش کشور آذربایجان هم با فتوای آقای فاضل لنکرانی ایرانی کشته شد. مثلا کتاب من در مورد اونه، یعنی شأن نزولش اون بوده. فرض بکنید سلمان رشدی کتاب غلطی نوشته، خب نقدش میکنیم، ضعیف که نیستیم، بیل به کمرمون نخورده، به قلممون هم نخورده. یعنی همونه که بیاد اسلام میگم که تفکر بنیادگرا اهل خشونته، مخالف خودش رو حذف فیزیکی میکنه. آقای کسروی به خاطر اون آرایی که ذکر کردم بنده ایشون جز اسلام ستیزان آوردن مشخصا، مثل علی دشتی. کتاب قرآن مورخان جناب امیر معزی محتوای تحت تاثیر تجدید نظر طلبی دارد یا تحقیق توصیفی بدون جهتگیری خاصی است؟ خب کتاب فرانسوی است، هنوز به عربی یا انگلیسی یا فارسی ترجمه نشد که من یکیشو بخونم و تحقیقا نظر بدم. کتاب های دیگر ایشون رو خوندم، درس دادم سر کلاس. ایشون یکی از نویسندگان پرکاری است که نوعاً به فرانسه که می‌نویسه خیلی سریع به انگلیسی ترجمه میشه. من ترجمه انگلیسی رو دیدم. این که غیر از این کتاب ایشون هم ویراستار این کتاب است، نه نویسندش. تنها ویراستارم نیست، یکی از چند یا دو ویراستار کتاب است. یه مقاله، دو تا مقالهشو خودش نوشته، بقیهش ویراستاری کرده. کتاب کلن در حدی که گزارشاش نشون میده در رده تجدید نظر طلبی مستشرقان است، نه تجدید نظر طلبی ایران. خود ایشون مسئله دیگری است. اون دو تا مصاحبه و گفتگویی که کرده بود، من اسم ایشون آوردم چون بعضی فکر میکنن همین که طرف خارج بود دیگه آرایش درجه یک است. بالاخره آرایشون قابل نقد، ایشون برخوردی به اصطلاح ملغمه است از غلو، تفکر غالیانه، تصوف و اسلام نسفته، یعنی به اصطلاح منابع اسلامی رو بدون تحقیق تاریخی مورد استناد قرار میده. در اون کتابش که من خوندم در مورد امامت هست. یعنی فرض بکنید وقتی چیزی تو کتاب حجت کافی نوشته شده باشه یا هر کتاب دیگر حدیثی، برای ایشون امر مسلم بشه استناد میکنه. من چنین نیستم.
باید اینها رو مورد نقد و بررسی قرار داد، بعدش میشه استناد کرد. و تفکری که ایشون ارائه میکنه، امامی که ایشون معرفی میکنه، امامت فرابشری است و موارد خاص خودش. اما بعد در مسئله قرآن، بله، ایشون به عنوان بند جزء متفکران تجدید نظر طلب، ایشون مسلمانان تجدید نظر طلب بود. انجمن حجتیه در چیز پیچه، انجمن حجتیه که مسدودش کردن، اما ممنوعش کردن، نوان مسلمانان سنتی هستن. خب خودتون در مورد این نکته که گفتید بنیادگراها از اسلام سنتی عدله، یعنی عقیده خودتون شاید منظورشون بوده، در مورد این که گفتید بنیادگراها از اسلام سنتی اینا جدا هستند، ببینید ادله خودتون شاید بوده. ادله رو با این هم نوشته شده، ادله خودتون. خب خوب شد پرسیدید. ببینید، برای که من چند تا ثابته دادم برادر یا خواهر گرامی. ضابطه ها این بود که اسلام سنتی کلن دنبال حکومت و اینا نیست، سیاسی نیست، دنبال اینه که ظواهر اسلام رعایت بشه، کاری نداره. اسلام بنیادگرا یا تندرو یا انقلابی یا هر اسم دیگری که روش بذارید، عصر اولش اینه که باید قدرت سیاسی رو به دست بگیری، قدرت رو هم با دست ولی فقیه باشد، بعدش هم شریعت هم با قانون یکی است، بعد هم اجرای خشونت لازمه کارت، مردم نپذیرن باید تو سرشون بزنی، همون شو. این میشه اسلام بنیادگرا، همین کاری که طالبان میکنه، همین کاری که الان بی دولت ها داعش رو نمیدونم القاعده میکنه، همین کاری که امثال تو ایران هم انجام میدن، نماینده‌هاش هم معرفی کردن. خود تو خیلی هم فرق میکنه. آقای شوبر زنجانی سنتیه، خیلی راحت. آقای مصباح یزدی بنیادگراست. اینا دو تا آدم متفاوتن دیگه، ملموس. چجوری شما اینا رو یکی میگیرید؟ وقت بنده میبینم برخی از این آقا و خانمای تجدید نظر طلب همه رو یک کاسه میگیرن، فکر خر اشتباهه. حالا این که فقهای سنتی یا مراجع سنتی در مورد حقوق زن، بله، نظرشون مساعد نیست. مگه آقای طباطبایی مساعد بود؟ مگه آقای منتظری مساعد بود؟ قرار نیست که ما مطلق بریم دنبال کسی که با صراحت گفتم اون اعلامیه که در مورد حقوق زنان بود، سلب انتخاب، به اصطلاح زن نمیتواند انتخاب کند، نمیتواند انتخاب شود، همه آقایون هم زیرش امضا کردن سال 41، املاش رو نوشتش مال آقای خمینی، آقای طباطبایی هم امضا کرد، تنها اعلامیه که تو عمرش امضا کرد. تو المیزانم بنده تو بحث بازخوانی حقوق زنان آرا چند نفر آوردم دقیق نقد کردم، یکیش آره آقای طباطبایی، یکیش آره آقای مطهریه، فکرمش آقای منتظری، بلکه آدمای بزرگی بودن. گفتم اینا به عدالت استحقاقی قائل بودن، بنده به عدالت مساواتی قائلم. دو تا مطلب کاملا متفاوته. حالا به عنوان این که مسلمانان سنتی این گونه هستن، اینا بنیادگرا هستن، هرگز. این مغالطه جدی است که اینا میکنن. خب درباره هم نظری خمینی و مصباح عجیب است، در حالی که مصداق‌های فراوان اختلاف فکری و رفتار سیاسی بین این دو وجود دارد و همچنین خمینی را تا سطح محمد یزدی پایین آوردن بی انصافی است. خب من یه مقاله نوشتم، این انصاف اینا مقولاتی است، مقول به تشکیک، یعنی بسته به این است که کی رو به کار ببرن با چه تمایلات. آخرین مقاله‌ای که بنده در مورد آقای مصباح یزدی نوشتم، میدونید که بنده تا حدودی شاگرد ایشون هم بودم، البته بیشتر شاگرد غیر مستقیم، همه درساشو گوش کردم و مباحثه کردم، یک کوچولوی هم شاگرد مستقیم بودم. بعد خدمت شما عرض بکنم این مقاله آخری، عنوانش الان یادم نیست، همین عنوان مصباح رو بزنه تو سایتم میاتش، اونجا با تفصیل مفصل، متاسفانه سخنرانی نکردم، ایرانیان محترمم خیلی اهل خوندن نیستن بدون تارو، اهل شنیدن بیشترن. نگاه که میکنی میبینی که وقتی مقاله میمیسی این همم زحمت میکشی، به خانندش به یک هزارم من فرض بکنی یه سخنرانی که میکنیم نمیرسه. تفاوت اینه، حالا برای همینم هست که اینقدر ما مشکل داریم. به نظرم بیاد باید اونا رو بیامی سخنرانی بکنم تو شما ببینید چه ادله اونجا ارائه کردن. اونجا هم تمایزش رو با آقای خمینی گفتم، هم بعد فی الواقع اتصالش رو و وحدتش رو با آقای خامنه ای. بحث منم این نیست، وقتی طیف به کار بردم حواسم هست
طیف یعنی این که افرادی با سلایق مختلف در یک گروه قرار میگیرن. بله آقای مصباح اصلا مواردش که مثلا در مورد شریعتی اصلا نحوهی برخورد کرده، آقای بهشتی کاملا باش مخالف بوده، آقای مطهری موافق نبوده، حتی آقای خامنه‌ای فعلی هم باش موافق نبوده. اونجا آوردم با کمال انصاف، اینجوری نیست، بندم نگفتم اینا عین هم هستن، ولی مدعی هستم که این سه نفر جزء شارحان صادق نظر سیاسی آقای خامنه‌ای هستن. من سر این ایستادم و عرضم کردم بسیاری از دوستان اصلاح طلب اینها روایتی از آقای خامنه‌ای میدن که روایت واقعیت ندارد. این روایت روایت روتوش شده است، روایت آنچنان است که خمینی باید باشد، نه آنچنان که خمینی باید بود. روایتی که محمد یزدی میده همون راست حسینی، همون چیزیست که آقای خمینی رفتار میکرده. بعدم اگه تردید دارید، آقای محمد یزدی سمتهایی که گرفته در زمان آقای خمینی رو دنبال بکنید، فقاهت شورای نگهبان و امثال اونا که دوره آقای خمینی بوده و سمتهای دیگری که قبل از اون داشته. و اصلا بحث علمیه دیگه، بحث غیر علمی که نیست. بله من سر این ایستادم، با اجازتون با شما موافق نیستم، انصافم کاملا رعایت کردم. خب بریم سر نماد روشنفکران تجدید نظر طلب. از نظر شما اگه کسی دیگری هست اسم بردم است که دوست ما نبوده، بنده سه نفر و اسم چهار نفر و اسم بردم در مورد تجدید نظر طلب ها. حالا به نوار به همین صحبت گوش بکنید یا متنشو بخونید یا بشنوید، همه اینجا گفتم، فقط آقای سروش نبود. چرا به آقای سروش مناظره نمیگذارید؟ به ددیشون سوال بکنید، من که مشکلی ندارم. ما اومدیم کتبا نقد کردیم، خب اولین قدم اینه که ایشون نوبت اولش رو پاسخ دادن، اما 14 تای بعدش دیگه حرفی نیامد. هر وقت پاسخ دادن ما رو بر سر به اصطلاح گفتگو ادامه پیدا میکنن، حضوری هم باشد استقبال میکنن، هیچ مشکل نداریم. اتفاقا بحث بسیار خوبی هست، من که عرض کردم این از گفتگو به شدت استقبال میکنن. بر اساس علم هرمنوتیک هر برداشتی از مد درست باشد، هر برداشتی از مد درست باشد، جایگاه حقیقت کجاست؟ نه، هر هرمنوتیک اینجوری نیست. هرمنوتیک گادامر داریم، هرمنوتیک هرش داریم، اینا با هم متفاوت و بحث درست توی برخی از اینها مطرحه. شما مهله های مختلف هرمنوتیک رو مطالعه بفرمایید، اونجا مشخص میشه. با این توضیحات شما افرادی مثل سلمان رشدی مرتد نیست؟ حالا فرض کنید باشد، میخواد چیکارش کنید؟ میخواد بره اعدامش بکنی؟ بسم الله برو بگیر پولم بگیر. آیا با این از اسلام دفاع میکنی؟ میدونی بعد از این فتوای آقای خمینی تیراژ کتابی بابا چند ده برابر شد و چهره بینون مللی شد که قبلا کمتر کسی میشناختش؟ من یه نکته گفتم، راه مواجهه با فکر غلط ارائه فکر درست است، نقد است، حذف فیزیکی نیست. من اصلا در مصداق در مورد مرتد بودن کسی یا نبودن کسی نگفتم، اما بله در مورد این که اگر کسی هم مرتد باشد، قتل او هیچ دلیل فقهی درستی ندارد. تحقیق من اینه، بقیه او احکامم به جای خودش. ببینید یه روایت نقل میکنن، اهل سنت گفتن، بعد از قرن پنجم وارد شیعه هم شده و این روایت جعلیه، به پیغمبر نسبت میدن من بدل دینه و فقتلو، هر که دینش رو عوض کرد بکشیدش. خب بنابراین هر که مسلمان هم شد باید بکشیدش، دینه دیگه. من اونجا اثبات کردم این روایت یک قرن و نیم بعد از پیغمبر جعل شده است، منم اولیش نبودم، همین محمد طالبی که ذکر کردم و دیگران قبل از من این حرفا رو زدن. این کتاب خون مقدمش به خصوص و اجزاء مختلفش، صرفا اونی که من ذکر کردم اینه که من فتوای مرگ رو محکوم میکنم در مورد اینکه مرتد کی هست و مرتد کی نیست. بگید مرتد هر چی میخواد بگید، دستور مرگش اعدامش میدید یا نه. محفل آبا یادتون باشه، محفل کرمانم منصوب بود به همه آقای مصباح یزدی ها، قتلای زنجیری هم که بنده به خاطرش رفتم زندان همین بود که اینها رو مدعی بودن یک گروهی به نام فدایان اسلام ناب محمدی،
همین آقای حسینیان که از دنیا رفته رفت تو برنامه چرا، آقای علی لاریجانی که وقت رئیس صدا و سیما بود آمد گفت که آقا اینها بر اساس فتوای علما مراجع شیعه یا فتوای علمای شیعه مرتد اعلام شدن و دستور قتل اجرا شده، اعدام اجرا شده است. من وقت رفتم سخنرانی کردم در به دعوت آقای طاهری اصفهانی رحمت الله علیه امام جمعه اصفهان در مسجد جامع حسین آباد اصفهان در شب 23 رمضان ماه رمضان 1377. اونجا گفتم آقا همچو فتوای هیچ عالم شیعی امکان صدورش ندارد، هیچ مرجع شیعی نمیتونه، این خلاف مسلمات شیعه. این رو حمل کردن که پس وقتی از مراجع نفی میکنی یعنی مقام رهبری فتوا داده است. به این شکل بنده یک سال زندان برای این بود. لذا کاملا بنده برای این مسئله یادم هست که شما اومدید مخالفتون رو دارید حکم غیابی قتل براش صادر میکنید. کدوم مبنای شیعه را اثبات میکنه؟ کدوم فقه شیعه و اسلامی را تایید میکنه؟ هیچ کدوم. بعد یادمه از زندان که اومدم بیرون یک آقایی به نام بندرچی روزنامه رسالت برداشت مفصل کتاب بهای آزادی بنده را نقد کرد، گفت که کدیور باید بداند، ببینید این نکته خیلی مهم است، ولی فقیه حق دارد در دادگاه غیابی کسی را به اعدام محکوم کند و حکم را اجرا بکند. گفتم اتفاقا بنده دقیقا منظورم همین بود، به خلاف شرع است. شما چجوری به متهم حق دفاع نمیدید؟ قوه قضاییه دارید، خب باید قوه قضاییه علنا این احکام رو صادر بکنید، نه که یواشکی. بحث قطعه زنجیره سال 76 ایناست. خب دکتر دینانی از سنت تجدد دم نمیزند، چرا تقیه میکند؟ از خودشون سوال کنید. چرا من که نماینده ایشون نیستم، شاگردش بودم اما نمایندهش نیستم. بله جناب سروش هم قرآن را الهی میدانند، هم احترام بسیاری برای پیامبران بزرگ اسلام قائلند، باید مطالبشون را عمیقا دید. فکر میکنم من قطعا عمیقتر از شما دیدم، قطعا عمیقتر از شما دیدم. بله آقای ملکیان هم احترام میگذارن، احترام گذاشتن معناش باور کردن نیست، باور داشتن نیست. الهی دونستنم به معنای این که هر کاری که انسان انجام میدهد یا هر حیوانی انجام میدهد یا هر جنبنده انجام میدهد منصور به خداست. بنده اینا رو تو مقالاتم کاملا از هم تفکیک کردم، ببخشید اینها رو از هم تفکیک بفرمایید، کاملا غلط فرض گفتید. در نقد تجدید نظر طلبان دینی برداشت من این است که شما نگران پیامدهای چنین جهتگیری هستید در حالی که آنها به دنبال باستان شناسی مفاهیم و باورهای دینی به جهت ریشه‌یابی و معرفی اساس و اصل آنها اینها هستند. خوب باشن، مدرک داشته باشن. ببینید تجدید نظر طلبان، مستشرقان تجدید نظر طلب فرضیه‌های خودشون رو به عنوان داده‌های علمی مطرح کردن و جامعه علمی تحمل نکرد. این که شما بیاید بگی وحی خواب پیغمبر بوده، رویاش بوده، خب فرضیه شماست، کدوم دلیل داری؟ این که اون آقا بیاد بگه که قرآن تفسیر پیامبرانه از جهان است، حرف از کجا اومد؟ اینا فرضیه شماست، دلیلتون چیه؟ مدرکتون چیه؟ متاسفانه وقتی که باب نقد مسدود بشه هر حرف ضعیفی هم به عنوان اسلام یاد مطرح میشه. باب نقد مفتوح است، بنده اومدم نقد کردم، حرفای قبلی رو هم نقد کردم، پاسخ بدم. بله منبعی که دکتر سروش در آن قرآن را به حضرت محمد نیز نسبت نمیدهند ذکر میکنید، این مقاله در سایت شما منتشر میشود؟ بله این مقاله در سایت بنده منتشر شده، قبلا هم مقالات قبلی بنده هم همش هست، سرچ بفرمایید اونجا مطالعه بفرمایید. ایشون یه جوابی هم دادن که هیچ، یعنی جواب قبلی، نه به این که هیچی، به اون قبلی که تأملی در مسئله وحی بود، قرار بود ما در جلسه که در دانشگاه کلمبیا تشکیل می شد بنده بودم، آقای دکتر محمود صدری بود، دعوتم آقای دکتر حسین کمالی کرد، عکسش هم اونجا هست. آقای دکتر سروش در لحظه آخر نیامد، من قرار بود نقدمو در حضور ایشون بخونم، ایشون هم پاسخ بدن، نه فرمایششون میکنن، نیامدن. بعد برداشتن کتمن یه چیزی نوشتن که خب جواب بنده اونا نیست دیگه، خورد به این مباحث و بند اون دو جلسه آخر نقد مجموعه مباحث کتابای آرای ایشون هست، اگر کسی نخونده بره اونجا مطالعه بکنه.
سکوت کردن که اون مطالب انگار کمتر شنیده بشود. مفصل بنده از آرایشون 30 کتاب ایشون رو بررسی کردم. برای ادعای اون آقای دوستی آقا یا خانمی که نوشته باید عمیق خوند، ببینید مستند با ذکر صفحه و جلد و همه مواردش رو، تمام کتب ایشون هم هست، نه یک کتاب. به نظر میرسد که این موضوع روشن فکر دینی با مسئله بزرگی به نام نص مواجه می شود و مهمترین موضوع متن صریح قرآن است که باید روشن فکر دینی تکلیف خود را با آن روشن کند. مگه فقط روشن فکر دینیه؟ مگر قبل از اسلام تورات و انجیل نبوده؟ عهد عتیق و عهد جدید نبوده؟ اونا چه کردن باشون؟ همشون این حرفا رو زدن؟ آیا لازمه که ما دقیقا همون راهی رو بریم که مسیحیت نسبت به انجیل رفته؟ ببینید اناجیل اربعه چیزی در حد سیره ابن اسحاق و سیره ابن هشام ماست. قرآن با ردش رده عیسی مسیح است. هر دو کلمت الله هستند. عیسی کلمت الله است، قرآن کلام الله است. معادل عیسی محمد نیست. حالا یک کسی بیاد بگه چی؟ نخیر، این محور اسلام محمد ابن عبدالله است، اونم جنبه بشریش. خب ببینید اصلا وارونه کردن قضیه، تجدید نظر اینه همین. بعدم ببینید آن دوست دیگر استاد شبستری وقتی میان ذکر میکنن داره با مقوله وحی برخورد وجودی میکند. وحی در مسیحیت وحی لفظی نیست، وحی وجودی است. یعنی عیسی مسیح خودش وارد تاریخ شده است. خب اینا رو میخواید بیان به اسلام تحمیل بکنیم، چیزی که چیز دیگری است. من نقدم هنوز به ایشون منتشر نکردم. قضیه تجدید نظر بسیار جدی است. فرصت بکنم بعد همون قدر که در مورد اسلام و قدرت بنده نوشتم، همون قدر در مورد این مطلب اخیر و کتاب اخیر که ایشون هم داشتن که ذکر میکنن که اصلا قرآن رو دیگه نه تنها به خدا که هیچی، گذشت. محمد ابن عبدالله هیچی. خب این تحقیقات تاریخی که در مورد قرآن نوشته شده علیه ونزبرو و دیگران، شما تو ونزبرو موندی؟ ونزبرو دهه 70؟ در مورد آقایون مصطفی طباطبایی برقعی من یک کتاب، یک مقاله، یک بحث دیگری دارم. اونجا آمدم گونه شناسی اسلام شیعی در ایران معاصر، اونجا 6 گونه کردم و تو اونجا اینا رو با اسم معرفی کردم. اونجا مراجعه بفرمایید. حالا آدرسش هم تو همین مقاله خواهم گذاشت که معلوم باشه که اونجا چی گفته شده و چی گفته نشد. کلیات نقد هایی که به آقای مشتاق شبستاری داری چیست؟ خب باید کلیات که چلا یکیش تو ایشون مطالب مختلفی فرمودن، تو برخش من با ایشون هم نظرم، تو بحث هرمنوتیک بسیارش با ایشون هم نظر هستم. تدریسم کردم کتاب هرمنوتیک، کتاب و سنت رو از بهترین کتاب های ایشون میدونم. بعد یک بخش دیگرش ببینید، یک سخنرانی من کردم تو یک جایی تو کالیفرنیا بود که بخش اولش فرصت شد تا رسید به نقد، گفتن وقت ما تموم شد، منم دیگه موند و کارم دیگه تا وقتش برسه. اونجا یک مرور کلی ویدئوش هست، رو وبسایت هم هست، خلاصه نقدم هم هست، اما متن کاملش باید فرصت بکنم تا منتشر بکنم. کلن تلقیه ایشون این که کلام خدا ممتنع است، خدا ممتنع است سخن بگوید، خیلی آب برمی‌داره. دل ادله هم که شون ذکر کرده، یک خوشبختانه یک رساله دکتری در ایران دفاع شده، اگر اسم کوچیک رو اشتباه نکنم، آقای روح الله شفیعی، بسیار رساله خوبی است. و به من گفت این آقای دکتر شفیعی که رساله رو برده خدمت آقای شبستری، به ایشون هم تقدیم کرده، یه متنش در اختیار منم قرار گرفته. بهترین نقد فلواقع آرا آقای شبستری تا قبل از کار اخیرشون، مال 2 سال پیشه، این کاریست که این آقای شفیعی جوان کرد. گفتم منتشر کن، خود آقای شبستری هم ازش خواسته منتشر بکنن، ایشون گفته وقتی شما نمیتونید کاراتون رو منتشر بکنید، من مجاز نمیدونم خودم رو اخلاقا منتشر بکنم. با توجه به اینکه کار قبلی آقای شبستری منتشر شده، فقط قرائت نبویش مونده و این کتاب بعد از اون
به نظرم وجهی ندارد که منتشر نشود و خیلی خوب منتشر بشود. البته نقد من متفاوته، ولی حالا گفتم که حداقل در دانشگاه اگر اشتباه نکنم دانشگاه علامه طباطبایی باشه، اگر نبود حالا به من بفرمایید. نم خوب شد می‌نویسم که تو پاورقی مقالم که مشخصاتشو می‌نویسم که کسی خاص بره مراجعه بکنه. چرا اینقدر دکتر سروش و هم فکران و تالیانش اروپا محورند در بیان مباحث دینی؟ آیا این مطالب دلالتی بر ذهن استعمار داده این افراد ندارد؟ مگر نه تاریخ‌های گوناگون داریم نه تاریخی واحد؟ خب اینا ذهن خانیه، بنده هیچ نسبتی از این گونه امور به این دوستان نمیدم. برخورد من بسیار برخورد محترمانه، برخورد علمی است. وقتی بحث رو با این جور مسائل فلواقع آلوده بکنیم، اون وقتی که بحث علمی نیست، مؤدبانه میگه آقا ما نقدمون اینه، من پاسخش میدم نه خیر بنده با شما موافق نیستم، کسرم استعمار زده نمیدانم. آقای دکتر سروش یک متفکر است، آرا خودشو ارائه کرده، بخشش از اون آرا منم باش مشترکم، بخشش هم مورد انتقاد من است، من واردم ذکر کردیم، بنابراین مشکلی نیست. عزیز لفظا استفاده نفرمایید. نگاه بنیاد گرایانه در مسئله مشترک با تجدید نظر طلبان ایجابی است، در حالی که در مورد تجدید نظر طلبان سلبی است. هر دوتاشون پیغمبر را اقتدار طلب میدونه. نهایتش این تجدید نظر طلب میگه که پیغمبر اقتدار طلب بوده، ما نباید باشیم. آقا پیغمبر اسوه حسنه است، اگه بوده خب همه مسلمان ها باید باشن. ببینید یه شعر گفته تو قافیهش گیر کرد. بعدم این که اسلام خشن بوده، خب هر دوتاشون میگه. این که قرآن کتاب خشونت است، هر دوتاشون میگه. اینا رو تو همون مقاله بلند تو همون بحثای ببینید، این یه کتابه، فرصت بکنم حداقل خلاصه. ببینید این اومدم بحث چالش اسلام و قدرت رو تو دو تا مقاله تلخیص کردم، نیمه اول و نیمه دومش، حداقل رو دوباره مطالعه بفرمایید، اینا رو توش گفته شد. منظورتون از تجدید نظر طلبان دقیقا چه کسانی هستن؟ عزیز من میگه که تشریف نداشتید، بنده اسمشون هم بردم، توصیفشون هم کردم، شاخص هم دادم. لطف کنید دوباره سخنرانی بنده رو گوش کنید و بخونید و بشنوید. بله، رویکرد عرفانی در اسلام را کجای این طبقه بندی باید قرار داد؟ ببینید رویکردهای مختلف که جای خود، رویکرد کلامی داریم، عرفانی داریم، فقهی داریم. ما بحثمون در ایران معاصر است، کسانی که آمدن توی این مباحث قرار میگیرن. خب سنتی نهایتش میشه سنتی عرفانی، میشه از این که نیست دیگه. کسی که آمد خودش رو با مسائل مدرن مواجه دید، خواست جوابی بده، وارد این تقسیم بندی ما میشه و الا میشه سنتی عرفانی، سنتی کلامی، سنتی فقهی الا ماشاءالله. مثلا استاد من آقای جوادی آملی، خب آرا عرفانی که میزنه تو همون مقوله سنتی جا میگیره. خب از آقای سروش در بیشتر سخنرانی ها از آقای جابری و نصر حامد ابوزید و ارکون آرای بسیار نامی برند، اگر شناخت در مورد اینها، در مورد نوع فکر آنها بیشتر توضیح دهید. والا اسم میبرن اما چقدر آرا اونها استناد میکنن. آرا ارکون متفاوته، نصر حامد ابوزید هم بیشتر بحث لفظی با قرآن داره و آرا قابل توجهی هم هست، اما بحث من بحث ایران بود نه بحث جهان اسلام. بله در اون بحثا بیایم به اینا میشه پرداخت. جابری یک به اصطلاح به تفکر عربی و ابن رشد و دیگران خیلی عنایت میکنه و جا برای موارد دیگه بسیار به اصطلاح میبنده. حقیقتش منصفانه برخون بذاریم بگم با همه این منابع اصلی اسلام من باش نمیتونم رابطه برقرار کنم، نتونستم. با جابر، با ارگون واقعش چند بار سر کلاسم هم خوندیم، این مقوله که ذکر میکنه بسیار مغلقه، من نتونستم با اونم رابطه برقرار کنم. ضمناً ارگون عربی است که عربی نمیخواند و نمینویسد، کلا فرانسوی میکنه، همه کاراش رو از عربی، از فرانسه به عربی ترجمه کردند و کسی است که کلا در زندگی عملیش هم با اسلام
عملا زندگی غربی داشته. حالا اینو من بیشتر چون خودم باش ملاقاتش نکردم، خود دکتر سروش ملاقاتش کرده برای من نقل کرد. حامد ابوزید نه فرق میکنه. حامد ابوزید خب کتاباش عربیه، من راحت تر اون جابرم عربیه، جابری هم عربیست. اون بیشتر با مسائل هرمنوتیک قرآن با روایت خاص خودش من باش رابطه برقرار کردم. حالا فرصت شد به اینام خواهم پرداخت. فعلا اجازه بدید بحث ما تو همین محدوده ایران باقی بمونه. اون دوستمونم وقتی به اینا استناد میکنه من چندان ندیدم که به شکل محتوایی بره سراغ اینها. بله ذکرش کرده وقتی از دنیا رفتن، یادشون کرده، خدا رحمتشون بکند که زحماتی کشیدن، اما من بحثم خیلی محدود به ایران بود، ایران معاصر بود. خب اسناد هر چیزی یا استاد هر چیزی میوهی دارد، میوه دین چیست؟ را ما در طول تاریخ جز بدی و دروغ از ادیان ندیده ایم. بسم الله الرحمن الرحیم. من یک کلاسی دارم همین ترم، برهان شر، مسئله شر، این دقیقا همونه. ای کاش حالا اون هفت جلسه فارسی که من برقرار کردم برخورده چیز بود، خیلی مقدماتی بود، حالا تفصیلی رفتم و چه مباحث بکری در زبان انگلیسی به خصوص در آمریکا در مسئله وجود داره. یعنی فلسفه دین الان بیشترش آمریکاست و متفکرانی که در این زمینه مطرح کردن و بحث کردن و دفاع کردن. توی همین بحثایی که اخیراً من داشتم، این اسکپتیکال تیزم یا به اصطلاح الهیات شکاکانه، 6-7 متفکر طراز اول و چقدر قشنگ اینا اومده مطرح کرده. چون اخیراً یه دوست ایرانی دیگه هم از اسپانیا بهم تماس گرفت، همین سوال کردم، دم خود ایشون هست یک کس دیگری. عزیزم کجا نه اینجوری نیست، کجا دنیا پر از شر و بدیست و کجا ادیان فقط شر رو بدی ازشون صادر شده. همین ذره اخلاقی هم که در بنی بشر است زائیده همین ادیانه، چه اسلام، چه مسیحیت، چه یهودیت، چه ادیان شرقی. اصلا مادر اخلاق در اکثر جوامع ادیان بودن. بعدم تو هر جا شما میگید که ما جز شر و دروغ، بدی و دروغ از ادیان ندیدیم، واقعا اینجوریه؟ من همین جایی که زندگی میکنم که اکثرش غیر مسلمان هستن، بسیار آدم های خوبی هستن. فکر میکنم تو کشورمونم اکثر آدم های عادی، برید تو روستاها جز صفا میبینی، جز یک رنگی میبینی. این چه حرف بدیه که فکر میکنید همه جا پر از دروغ و بدیه؟ تو همه جوامع انسانی افراد بد در اقلیت محض هستن. این کار کرده ادیانه. از ادیان سوء استفاده هم شده، مگر از چیزهای خوب دیگه سوء استفاده نشده؟ این نگاه نگاه غلطیه. این که حالا 4 نفر به عنوان دین آمدن تو ایران یه سری کار غلط کردن، معناش این نیست که از دین جز دروغ و بدی دیده نشده است. بنده به شما بگم آدمای بسیار زیادی رو در عمرم ملاقات کردم که حقیقتا مردان خدا، واقعا اینجوری ها. همینجا هم توی ایران هم توی خارج از ایران افراد فراوانی رو من میبینم واقعا آدم خوبی هستن. اشتباه میکنید که فکر میکنید اکثرا آدم های بدی هستن. تو همین تهران، همین هر شهری هستی، واقعا اکثر مردم بدن؟ اومدی آمار گرفتی؟ و بعدش هم اگه دروغ میگن خود دروغ نمیگی؟ چرا دیگران متهم میکنیم؟ خب ماها آدمیم، سر منافعمون برسه دروغ هم میگیم، کار بعد بعدم پشیمون میشه. این معناش این نیست که دین آمده گفته دروغ بگو. بله من موافق نبودم با شما، بگذاریم. خب خلاص ریشه میوه دین همین اینه که تو هر کدوم از این ادیان ما رو با جهان آخرت آشنا کرده. همین که گفته دنیای دیگری هست. من از آگوستین
هفته پیش برای دانشجو میگفتم آگوستین میدونید مهمترین متأله مال قرن پنج میلادی مسیحیته، میگه خیر در دنیا قرار فقط ما اون چیزی که وجود داره خیر مادی است، این خیر مادی به همه میرسه، هیچ ربطی به درستکار و بدکار نداره. جایی عدالت برقرار میشه که اسمش آخرته. این حرف خیلی حرفیست که همه ادیان ابراهیمی میزنن. این حرف خیلی درسته. چی میگید که ادیان جز این نیواره؟ نگاه بدبینانه، ببخشید نگاه جاهلانه است، خبر نداره که این حرفا رو میزنی. خب بگذاریم. نقد جناب عالی به آقای شبستری مربوط به چه موضوعات و کدام یک از نظرات ایشان است؟ نقد بنده در مورد نظریات ایشون در مورد وحی است، در مورد قرآن است. ایشون از سال حدود این سه چهار کتاب آخرشون وارد مقوله شدن. خلاصش روی چیزم هست، روی سایت هم هست، اسم آقای شبستری رو سرچ بفرمایید، وارد سایت من بشید، خلاصش هست. ویدئوی سخنرانی من که اون بخشش که تونستم وقت بود صحبت بکنم که تقریر آرایشون بود گفتم هست اونجا. این آرا رو میگم که یک کسی مثل این دوست بی انصاف پیدا نشه آقا بگه که شما آرا سروش رو نمیشناسید. بله شما که ماشاءالله این همه در سخنرانی دارید چگونه وقت مطالعه پیدا میکنی؟ من خیلی سخنرانی ندارم، بنده یک صدم آقای دکتر سروش هم سخنرانی نکردم و نمی کنم. من درس میدم در دانشگاه، هفته ای دو جلسه درس دارم، یعنی دو درس در هر ترم دارم و بقیهش هم مشروع. این ها هست که فاسد، این ها به انگلیسیه، کار فارسی هم که شما پرونده اعمال من زیر دستتونه توی شبکه‌های اجتماعی. بعدش هم از وقتم بلدم چجوری استفاده بکنم، یه چیزی یک خدا حفظ بکند، بنده یه معلم ریاضی داشتم در دبیرستان دانشگاه، آقای هادی نجفی، یه هم ذکر خیرش کردم که تشکری باشد از ایشون. توی تفکر من به ریاضی بسیار علاقه داشتم، به خصوص کلاسای ایشون، ریاضی و فیزیک، و معتقدم این دو رشته در نظم فکری من تأثیر جدی داشته. اگه شما بلد باشید چجوری از وقتت استفاده بکنی، هر چیز سر جای خودش بگذاری، کتابخونه خوبی داشته باشی، فیشبرداری بکنی، بلد باشی چه کار بکنی، میبینید میشه وقت گذاشت و استفاده کرد. به هر حال توفیق خدا داده، انشالله شما هم بتونید از وقتتون استفاده بفرید. آیا میتوان نواب صفوی را به یک مدلی ریشه داعش دانست؟ بله، متاسفانه بله. مرحوم آقای بروجردی که به نظر بنده نماینده اصیل تفکر سنتی است، تفکر سنتی ماست، گفت با چوب اینا را از خیزیه بندازید بیرون. اومده بود، آقا نواب صفوی طلبه کم سواد، مقدمات خونده بود، بیشترم بلد نبود، آدم پرشوری بود، آدم عاشقی بود، اینا رو که من انکار نمیکنم، اما جا علم نداشت. شما وقتی میخوای به نام دین عمل بکنی، باید از بزرگتر دینی بیارم سوال بکنی، سر خود پاشی بری گروه درست بکنی. آقای بروجردی موافق نبودن و لذا انتصابشون رو به مرجعیت و روحانیت و حوزه و اینا رو ممنوع کردن، کردنشون بیرون. بله البته متاسفانه این گروه بعداً سال 44 اگه من اشتباه نکنم در ترور حسین علی یا حسن علی منصور نخست وزیر وقت بالاخره فتوایی رو گرفت از مشهد، گفته میشه از آقای میلانی، و ترور انجام داد. ببینید این رو حالا یه وقتی فرصت بکنم به این خواهم پرداخت. اینا فتوای اصیلی نیست، اشتباه حتما به ایشون گزارش دادن اگر فتوا بهشون منتسب باشه. خوشبختانه آقای خمینی هم این کارا رو قبل از انقلاب نکرده، در حد تحقیق من آدم باید منصف باشه، رفته بودن سراغش قبول نکرد. اون وقت ببینید کسان دیگری، حالا هم از منور الفکرها هم از رهبران فعلی، اینا در خاطرات آقای خامنه‌ای هست، چنان از رواب صفوی تجلیل میکنن که رفته تو سخنرانش وایساده گوش کرد. آقای طالقانی، مرحوم طالقانی هم خیلی خوشش آمد، من از هر دو طرف گفتم تا
به اصطلاح مطلع باشید. خب تا بین مراجع تقلید هم نوع اندیش داریم، عرض کردم چند تاشو معرفی کردم، اینا که در قید حیاتن فعلا کمتر هستن. جناب آیا امکان دارد ریشه های مباحث مطرح شده را در سالهای 1200 الی 1285 انقلاب مشروطیت جستجو کرد؟ در این دوران سقط الاسلام تبریزی، سید جمال الدین اسدآبادی، میرزا خان و ملکم خان هستند؟ بله هستند. من بحثم مثلا محدود کردم به همین دوره بعد از انقلاب، ولی میشه قبل از انقلابم بررسی کرد. آیت الله ثانی تجدیدگرا نبودند؟ مثل اینکه جناب عالی در بحث حضور نداشتید، من اسم ایشون رو ذکر کردم. مقاله‌ای که راجع به حجاب نوشتید رو تکمیل نمی‌کنید؟ اصلا سه تا سخنرانی بعد از اونم من کردم همون دوره، منتها مسائلی پیش اومد که حالا یه وقتی باید اینا رو توضیح بدم. حقیقتش عده‌ای از افراد تندروی کردن در عمل و برخی مادران به من شکایت کردن که آقای بحث شما باعث شده که دختران ما حتی اون از حدی که شما مجاز دونستید فراتر رفتند. یکی دو نفرم نبودن. من گفتم حالا در یک فضای مناسب تری پیش بیام. بعدم یک کسان دیگری آمدن واردی بحث حجاب شدن که اصلا من دیگه رغبت نکردم واردش بشم. حالا گذاشتم چرا، انشالله اینا خواهیم گفت. بله همه مقالات در سایت هست، همه مقالات در سایت هست. نظرتون در مورد کتب کلینی را بفرمایید. منظورتون شیخ مرحوم کلینی صاحب کافی هستن، رحمت الله علیه، از بزرگان شیعه بودن، منتها کتابشون اینجوری نیست که هرچی نوشتن کافل شیعتن، او حرف نادرسته. مرحوم وحید بهبهانی فرمودن که نه، این کتاب هم مورد نقد قرار میگیره، یعنی بودن روایتی در کتاب کلینی دلیل نمیشود که روایت صحیح هست. جناب عالی جز کدام دست هستید؟ بعد از این به ویدئو مراجعه بفرمایید، بنده گفتم اونجا. این دوستانی که تازه آمدن سال یادم یه استاد ادبیات داشت، آقای مدرس افغانی که دیر میومد گفت که حق سوال نداری. حالا میفهمم چه حرف درستی میزنه. من همه رو گفتم. ضمن این موبایل منم اعلام خطر کرد که دیگه شارژش در حال اتمامه، لذا با عرض معذرت وقتم گذشته دیگه به همین جا بحث رو خاتمه میدیم. اگر بحثی بود برام ایمیل بفرستید، من جواب خواهم داد. از صبر و حوصله همتون تشکر میکنم و دوباره هم عید سعید مبعث رو در هر روزی که بوده به شما تبریک عرض میکنم. خدا نگهدارتون و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.